بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 26 ماه فوریه سال 2021 و برابر با 8 اسفند ماه 1399. بله، دو سه هفته دیگه سال 1400 میاد با ویژگی های خودش، سال انتخابات. ببینیم امسال مردم ایران چه خواهند کرد. از همین الان شروع شده که تلویزیون‌های ایرانی خارج مخصوصا به مردم پیشنهاد میکنن که رأی ندید، نمیدونم با انگشتتون رو در خون دیگران نزنید و اینها. منم نوشتم که این فکر خوبیه، به شرطی که فرداش خود شما نیان بگین رأی من کو، به شرطی که آقای چمنارا فردا کتاب ننویسه رأی من کو. در هر صورت ممنون و متشکرم از یکایک که شما دوستان، و اگر لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتونم در هر سایتی که هستید شیر کنید. از یه هفته پیش دیگه فیسبوک و اینستاگرام یکی شدن، یعنی بالاخره انقدر مردم رو اتاق اتاق قسمت قسمت تقسیم کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که همون بهتره که دوباره برشون گردونن همه رو یه جا قرار بدن. و اینستاگرام رو که فیسبوک خریده، حالا هر برنامه شما میذاری روی فیسبوک میتونی بهش بگی که روی اینستاگرام هم پخش کن. اینستاگرام یا همون اینستا تو ایران خیلی به اصطلاح جا افتاده، دلیلش نمیدونم چیه، احتمالاً پهنای بند کمتری مصرف میکنه، اینترنت کمتری مصرف میکنه، و من حقیقتش دیگه خسته شدم از نمیدونم ایمیل و تکست و این وبسایت و اون سوشال مدیا و اینها. گفتیم دیگه هر کی ما رو میبینه ببینه، هر کی هم نمیبینه خب نصف عمرش تلف شده. البته اینایی که ما رو میبینن همه عمرشون تلف شده. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره مقاله‌ای که پریروز نوشتن صحبت کنیم. رضا خان رضا شاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها. یادتون باشه دوستان تفاوت حقیقت و واقعیت رو یاد بگیرید تا به موقع ازشون استفاده کنید. من بارها گفتم بعضی از دوستان هنوز تفاوت خدمت و وظیفه رو هم نمیدونن. خب چند روز پیش داشتم توی فیسبوک و اینها دور میزدم، یک نوشته ای میاد، نمیدونم اینایی که این کارو میکنن مثلا پول دادن به فیسبوک تبلیغ میکنن یا اینکه خودشون یکی یکی تگ میکنن. راه های مختلفی هست، یه وقت شما پول میدی اونا برات میفرستن، یه وقت خودت میشینی اسامی رو چی میکنی. در هر صورت یه آقایی به نام حمید رضا کاظمی که من مایل هستم فیسبوک ایشون رو نشون بدم به عنوان یه تبلیغ کوچولو و با شما کمی صحبت کنیم درباره حمید رضا کاظمی، درباره خونه خریدن در ایران. اینکه ما آقای اکبر شیرازی یا اکبر اکبری هم میگه که من هنوز از اینستاگرام سردر نیاوردم، فیسبوک آسون‌تره. حالا جالب اینه که مثلا با فیسبوک روی کامپیوتر کار میکنی، بعد که میری فیسبوک تلفن دستید اون بازم فرق میکنه، از این که میری روی مک یا اندروید اونم فرق میکنه، و ملت رو حسابی گذاشتن سر کار. یعنی این عکس این پسر صاحب فیسبوک رو بیارین، آقای سوکربرگ، مایک سوکربرگ هم چیزی فامیلش، خب آلمانیه دیگه، سوکر هموز شوگر اینجا، قیافش رو که میبینید اولا به وجود موجودات فرا زمینی باور پیدا میکنید. حالا کی باشه این نقابش رو برداره نشون بده که واقعا ایتیه از کرات دیگه اومده بماند، ولی چجوری یه جوانی دنیا رو اینجوری چرخون، رئیس جمهور میاره انتخاب میکنه، رئیس جمهور میبره، تنبیه میکنه رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، قویترین کشور دنیا، و اینا موضوعاتی هست که میشه در موردش صحبت کنیم. در اصل ممنون و متشکرم، خیلی خوشحالم که آقای خورسندی اینجا هست، چون من کتاب داداششون رو که ایشون لطف کرده برای ما پست کرده گذاشتم اینجا تا بهتون نشون بدم. و این کتاب کتاب جالبیه، چون رنگش سبزه، با این رنگ سبز پشت ما یک کمی
به اصطلاح درست نشون داده نمیشه. اجازه بدید من یک کتابی اینجا گذاشتم ببینم این اینجوری میشه نشونش بدم. پلیر 4، بله راه داره، هر کاری یه راهی داره. حالا راجع به این پرده های سبز هم صحبت میکنم. این عکسی که الان بهتون نشون میدم عکسیه که خود انتشارات باران، اصلا فکر کنم قبل از این که به اصطلاح این رو کتاب کنه، صحافی کنه، این به اصطلاح به این صورت چیز رو باز کرده، عکس پشت صفحه و صفحه اولش رو میبینید یا عکس روی جلد رو میبینید. در اصل کتاب جالبیه. دیروز من نشستم اینجا جای شما خالی در آفتاب، نه جاتون هم خالی نبود، این تعارفای مزخرف چیه جای شما خالی؟ و اگه شما اینجا بودید باید با شما حرف میزدم، وقت نمیکردم این کتاب رو چند صفحه اولش رو بخونم. کتاب بسیار جالبیه و من میدونستم، قبلا شنیده بودم، ولی برای اونایی که نمیدونن، آقای هادی خورسندی همون اوایل انقلاب مثل سلمان رشدی، شاید هم زودتر از اون، حکم اعدام یا حکم قتلش رو داده بودن. و خیلی جالبه که حکومت جمهوری اسلامی حتی الان درباره انقلاب که صحبت میکنه طرف رو میاره، اون هادی غفاری و نمیدونم اینا رو آورده بودن با چیز آقای کیه که تاریخ شفاهی و اینا رو صحبت میکنه و اینا از قتلهایی که انجام دادن خیلی قشنگ صحبت میکنن بیرو درواسی. و در همین هفته که گذشت اون آقای انیس نقاش که فکر کنم الجزیره‌ای بود که میخواسته اول بختیار رو بکشه ولی میگه خلخالی زودتر اعلام کرد که ما کماندو فرستادیم و این طرح رو به هم زده، در صورت اونم از دنیا رفت، ولی بعدن یکی دیگه رفت بختیار رو کشت و الی آخر. سلام آقای سربی گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون آقای مهران احتشامزاده، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. ایشونم از آلمان هست. دوستانی که آلمان هستید، من امروز میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. ممکنه آقای اکبری اونجایی که هست نتونه، ولی آقای احتشامزاده اگه فرانکفورت هستین دوستانتون رو هم بگید که رأی بدن برای آقای دکتر شهرام ایران بومی، چون آقای دکتر شهرام ایران بومی به خاطر مشکلاتی که براش پیش اومد در رابطه با از دست دادن پسرش و اینها و در رابطه با شغلش که هر روز با مشکلات مردم آشنا هست توی دادگاه و اینها، الان میخواد نماینده مجلس محلی فرانکفورت بشه. حتما اگه میتونید حمایت کنید، خیلی ساده است، 5 روز وقت دارید، من یه لینکی رو میذارم نشون میدم. بله انیس نقاش لبنانی است، ولی اون یکی دیگه کی بود که انیس لقاش لبنانیه، پس یکی دیگه هست مال الجزایره که میخواد آقای اینه عالی جناب یحیی قواسمی قاتل ناکام پرزیدنت، این فکر کنم مال الجزیره هست که توی فرانسه هم الان به اصطلاح یه مرکز کانون فرهنگی و اسلامی اینها باز کرده. و بذارید بخونم ببینم میتونم پیداش کنم که کجا بود. در صورت بازم تشکر میکنم از آقای مانی خورسندی که این کتاب رو فرستاد، تشکر میکنم از هادی خورسندی و مثل خودش همینجور که تو کتاب نوشته از کمال خورسندی، چون نوشته بود که وقتی از مردم خواستم که توضیح المسائل برام بفرستن 8 نفر گویا کتاب رو پست کردن و گفت حالا یکیش مونده دست داداشش کمال خورسندی و اینها. بعدم نوشته بود که با کمال خورسندی، ایرانی ها میگن دیگه با کمال خورسندی مثلا خدمت رسیدم و این و اون. آقای سعید خان که یه مقداری بیشتر از من توی این سوشال مدیا و اینها وارده، میگه که وقتی اینستاگرام با فیسبوک یکی شد یعنی میتونی لینک هر دو را شیر کنید، در هر دو آب باز میشه که با توییتر نمیتونید لینک یا فایل شیر کنید. اونم آقایی که گفتم حسین دهباشیه. من بهتون گفتم حسین دهباشی اولی که اومد آمریکا، ممکنه روز دوم سوم، یکی از دوستان به من زنگ زد آقای سربی یه آقای از ایران اومده، کارش فیلمساز مستندساز اینا، و اگه بشه ما میخوایم شما رو ببینیم. تو این شغلی که شما هستین روزانه 10 نفر زنگ میزنن پیشنهاد میدن، یکی میخواد بخره، یکی میخواد بفروشه، یکی میخواد قاچاق کنه، یکی میخواد دزدی کنه، شریک دزد میخواد فلان اینا بمانه.
مام رفتیم توی اینجا رسمه میرن توی رستورانی کافه چای به اصطلاح قهوه می نوشن و صحبت میکنن. وقتی رفتیم این آقا که اون روز اگه اشتباه نکنم به نام حسن دهباشی با من صحبت میکرد، چون بعدن معلوم شد با پاسپورت یا با ویزای داداشش اومده و FBI گرفتش و حتی خودش توی فیلماش میگه که FBI نسخه های اصلی فیلمش رو برداشته، ولی این چون هر روز میرفته اون فیلم ها رو میفرستاده ایران یه نسخه کاملش رو اونجا داره که من باور نمی کنم. ولی به تمام اینایی که مصاحبه کرده بود نگفته بود که این پولش رو از جمهوری اسلامی گرفته و اگه اشتباه نکنم تو فکر رئیس جمهور شدنم بود. آدم بسیار سخنوری، خیلی دانش به اصطلاح اجتماعی و تاریخیش زیاده، کارای فیلم سازی و اینها نمیدونم، ولی خب کسی که تونسته یک کرو یک گروهی رو ورداره این ور و اون ور و کانادا و این ور ور وره هست، حتما به یه جای بنده. گاهی وقتی هم خیلی انتقاد میکنه. خیلی ممنون و متشکرم. بذارید برگردیم به این ماجرا، این تفریح المسائل. همین بالا هم نوشتم، ببینید اینجا که نوشتم آقای امیرحسین لادن، این زیرش تفریح المسائل بر چی میگن؟ اصلا یه چیزی میگن توضیح المسائل داشتیم، ولی ایشون تفریح المسائل و خیلی کار قشنگی انجام داده. یعنی میتونم بگم من ندیده بودم کار اینجوری. حالا اگه آقای هادی خورسندی لطف کنن اون لینکی که یا به فیسبوک آقای مانی خورسندی، به فیسبوک هادی خورسندی برای خرید این کتاب میره یا به انتشار باران برای ما بفرستن ممنون میشم. خیلی سادن baran.se اول چیز سویدن هست، همون سوئد هست. میدونید که کشورها اینترنت خودشون رو دارن، مثلا ایران داره IR، جرمنی دوچ فکر کنم DE. بعد یه عده میلیونر شدن همون موقع که یه دفعه این قانون اومد، یه کشورهای بیچارهی که اصلا اینترنت نداشتن بروزن. بله خیلی ممنون، بروزن، من خواستم برحسب دیگه فارسی هم یادمون رفته. خلاصه بذارید من یه کاری که افتخار میکنم انجام بدم با این گای وقتا، من این دوربین رو یکم میارم این ورته که درست وسط بشینم. حالا چرا افتخار میکنم؟ خیلی از تلویزیون ها ریموت دارن، باور کنید ریموت این دوربینی که ما این 4000 دلار اون زمان ها خریده بودیم، ریموتش تو اون جعبش اون بالا، ولی قابل استفاده نیست. یادم این آقای فولادوند انجام میداد، با ریموت میزد زوم این زوم اوت، پن این پن اوت، ولی من افتخار میکنم که این کارا رو اینجوری انجام میدم ساده. و باز افتخار میکنم، چرا حالا داریم صحبت از افتخار میکنیم؟ چون دیروز یه دوستی دارم آقای آرمان نیکدل یه ویدیویی رو برای من فرستاد از این فخرآور شالاتان و اون آقای یاسر، که من فکر کنم این آقای یاسر به زودی شهرام همایون رو توی دردسر بزرگ میندازه. شهرام همایون یه چند تا از اینا رو که عشق دوربین دارن جمع کرده، یاسر رو نمیدونم اون کجکوله کیه دختر گنجی و اینها، و خودش به کارهای بیزینس و تجارت فروش قرصای زنش همین خانم عزیزی، دکتر عزیزی و اینها چیز میکنه. اینجوری یه دفعه اینا میبینی یک به اصطلاح بهش میگن لاسود، یه شکایت بزرگی رو میارن رو میزت که اون وقت نمیدونی با اینا چه کار کنی. حالا بهتون میگم، این یاسر من چند مدت پیش باهاش صحبت کردم، حتی بهش گفتم که شما چیزایی که مینویسی قشنگ حالت جوک و طنز و اینا داره، اگه خواستی بیا اینجا. فس فس کرد و اینا، تا بعدم اصلا همون تو فیسبوک با هم دیگه دعوامون شد. دیدین به بعضیا میگن شما 50 دلار بده قرضش که اونم دیگه بهت نده بره برگرده، اینم اینجوری شد. آدرس در فیسبوک هادی است. آقا تنبل بازی در نیار، کپی بگیر بذار اینجا دیگه آدرس هست، برو بردار. مثل شما یه جای نشسته باشی به یکی بگیر قربونت اون قندونو بده، به قندون اونجا برو بردار، دستم گیره. خیلی ممنون. توی فیسبوک آقای هادی خورسندی اگه برین، این آدرس به اصطلاح تهیه این کتاب رو هم میتونید پیدا کنید. خیلی ممنون، متشکرم، بازم ممنون، زحمت کشیده ایشون کتاب رو گرفته. یادم اون روز آقا کتاب رسید برم پستخونه، برنامه ما رو ول کرد رفت پستخونه. باز
دلیلی بر اون چیزی که من میگم هر کاری که مهمتر باشه شما اونو انجام میدید و تماشا کردن تلویزیون آخرینه، مخصوصا از زمانی که این تلویزیون ها فیلماشون رو ضبط میکنن بعدم برای شما میذارن، هر وقت شب روز نصف شب وقت داشتید نگاه کنید. اون وقتا اینجوری نبود، برنامه که پخش میشد میرفت، اگه کسی یه دیویدیش میخواست اینا باید 20 دلار 30 دلار پول میفرستاد، دو هفته سه هفته صبر میکرد تا اون طرف پر کنه براش بفرسته. ولی الان چون همه چی راحت شده، نوع تلویزیون نگاه کردن اینها هم عوض شده. بماند برگردیم به این آقای آرمان نیکدل، ممنون و متشکرم از ایشون. و اینکه یک ویدیویی رو فرستاده بود که فخرآور چون دیگه هیچ که راش نمیده از میبودی و زیا که نیستش دیگه، برنامه نداره اینها، حالا دیگه همین باید این بچه‌ها رو گول بزنه بره تو برنامه اینها. حتی درباره من و تو که من و تو دعوتش نمیکنه، وایس آف امریکا دعوتش نمیکنه، این بیچاره مالی خولیا گرفته، چون اولی که اومد اینجا همه هی بیا بیا بیا، بعدن همه دیدن این دروغگو شالاتان، هی از تو زندان و اینورور اونایی که باش بودن چیز کردن که آقا این اینجوری. افتخار شما دوربین نیست، افتخار ما عشق به ایران شماست. خیلی ممنون، متشکرم آقای زمانیان، من از شما ممنونم. منم برنامه شما رو شنبه ها کجا نوشته بود پرید رفت، در صورت اینم ماجرا، یا بله نوشته بود دوستمون برنامه شما رو شنبه میبینم، اتفاقا خوشمزه تر میشه، میشه کتلت یه شب مونده، اما اصلا اگه رفته باشی باغ یا عدس پلو با خورما، اگه رفته تو شیراز اصلا میخوندن عدس پلو تو باغ نو بخور و بدو. حالا من مسجد نو میدونستم کجاست، چون پشتش گلدسته و حمام گلدسته و اینا منزل عموم بود، ولی باغ نو یادم نیست. در اصل اینا وقتی که داشتن صحبت میکردن، اولا من فهمیدم که اون برنامه‌ای که آقای فرهاد پارسی، حتما پیداش کنید اگه کسی هم لینکش داره اینجا بذاره، زنگ زد وقتی که فخرآور رو من دعوت کرده بودم اومد و ثابت کرد روی برنامه زنده که فخرآور دروغ میگه، هرگز زندان عادل آباد شیراز نبوده. ازش پرسید تو کدوم قسمت بودی، تو کدوم بند بودی، گفت من تو بند نبودم، تو قرنطینه بودم. گفت آقا زندان شیراز قرنطینه نداره. گفت آقا دیگه همون شیراز شلوغ شده بود، 2,000-3,000 نفر بودیم و وقتی داشت دروغ میشد عصبانی شد تلفن قطع کرد. اشتباه من این بود که تلفن دست چپم بود و اون قطع کرد، هرچی ما گفتیم نه آقا این نمیشه و اینا. ولی نشون میده که از دست من و از دست فرهاد پارسی خیلی سوخته، چون دروغاشو هیچ کس نتونسته بود برملا کنه جز من و فرهاد پارسی. ولی خیلی جالبه، یک ویدیویی هست روی یوتیوب هم هست، اگه بنویسید الهورا تیوی یا الهوره، همون شجاع و اینا فکر کنم باشه، تیوی فاصله مردم تیوی، یا آقایی به نام خلیل از چیز زنگ زد به من گفت که ما قسمت عربی وایس آف امریکا هستیم، نمیدونم حالا راست یا دروغ هرچ، این یه تلویزیون عربیه فکر کنم، یا مال لیبی یا مال لبنان. گفت ما چون شلوغی های ایران بود و اینا میخواییم با چند تا ایرانی مصاحبه کنیم، اینو داشته باشید. گفتم خب من که فعال نیستم. گفت نه شما چون تلویزیون داری با فعال سیاسی اینا بازی به اصطلاح مصاحبه میکنیم، میخواییم بیان. گفتیم اوکی، حالا دیگه نیاد بزنتمون فلان اینا. بعد قرار گذاشتیم و اینها آمد خودش و فیلم بردارش و اینها. و جالب بود، من همون روز یه برنامه داشتم با خانم فهیمه فروزش که گفت خب دیگه بهتر، ما اونجا وقتی ایشونم میاد ضبط میکنیم اینها. و من وقتی نشسته بودم تو دفتر خودم که اتاق اولی که کتاب خونن معمولا، یا دفتر کاره برای خونه ها، چون خیلی حالا چندین سال از خونه شون کار میکنم، جز اونایی که حالا مثلا عقده دارن، من استاد دانشگاه تگزاس هم، طرف فوق دیپلم رادیولوژی هم نتونسته بگیره، میگه من استاد دانشگاه هستم. بمانه من از همون برنامه که با فخرآور داشتید هوادارت شدم، خیلی ممنون، اگه بتونی لینکش پیدا کنی اینجا بذاری. خلاصه اون آقای فرهاد پارسی هم شیرازی، بچه خرومه پشت سعدی که از اونورم به کوهنجان میخوره. من وقتا چون گواهینامه یک نداشتم
از اون ور کامیون اینا رو می آوردم از پلیس راه فسا، اگه پل فسا میخواستی نری مینداختی از یه بری میمدی، خیلی هم راه خطرناکی بود. خلاصه الحره، حر به فارسی معنیش میشه آزادی. آزادی بله، اصلا میدون آزادی و اینا هم دارن توی همین ماجراهای انقلاب، چه حرف تو حرف میاد، ماجراهای انقلاب عربا و اینها که میدون آزادی جمع میشدن. بماند من وقتی نشسته بودم دیدم اینا که اومدن خیلی معطل کردن، یه نگاه کردم بیرون دیدم نشسته دوربینش رو گذاشته رو زمین و داره از خونه ما فیلم میگیره. حالا من اون موقع تو فیرفکس بودم، خونه من دوستان از فیرفکس بارها بدون که هیچ منظوری داشته باشم گفتم 20 دقیقه است تا کاخ سفید، 25 دقیقه است تا کپیتال یا مجلس یا مجلسین یا کتابخونه مجلس. این آشغال فخرآور که اون موقع هر دو هفتهی با یه دختر آمریکایی بود، میدونین اینا وقتی میان از اون قحطی در اومده انقدر بدی، کسایی که تو قحطی بودن وقتی میان بهشون میگن به اینا خوراک زیاد ندین، اینا خوراک میخورن میمیرن زیاد، اینا اینجوری میشن، میرن ایدز میگیرن، مرضای جنسی میگیرن، اینها بمانه. هر دو هفته با یه دختر بود، بعد نه خونه ای نه زندگی اینجا، گویا با این خانومه که خواسته بیاد اونجا میگه تو این برنامه به یاسر میگه که ما یک ساعت و نیم رفتیم مریلند، توی کوچه پس کوچه ها پشت اون درخت ها، دوستان بزنید این آدرسی رو که من میگم ببینید اصلا کجاست، 36-24 راکی میدو کورت فیرفکس، یا اصلا بزنید فیرفکس ویرجینیا. من سال هاست از موقعی که از آلمان اومدم اینجا یا فارسچرچ بودم یا ویرجینیا، یعنی فارسچرچ 10 دقیقه به واید هاوس، فیرفکس 15 دقیقه، اونجایی که ما بودیم 20 دقیقه. و فیرفکس دلیلی هم که ما رفتیم اونجا برای که پول نداشتیم بچه همونو بفرستیم مدرسه خصوصی که تو ایران اشتباه میگن مدرسه ملی، گفتیم بریم یه جایی که مدرسه هاش خوب باشه. اون موقع که اینترنت و اینا نبود تحقیق کردیم، فیرفکس بهترین مدرسه رو داشت. خود کانتی فیرفکس با وجودی که گرونترین کانتی آمریکا بود که بعدن شد دومین گرونترین، حالا اینو داشته باشید، ولی میخوام بهتون بگم ذات پست و پلید اینها وقتی که میخوان یه چیزی رو به اصطلاح دوربرش رو بگن که عذر خودشون رو موجه کنن. گفت رفتیم اونجا و یا خدا من قرارم داشت هم میشم یا قرار داره با بزرگترین سناتور، قرار داره با بزرگترین نماینده مجلس، قرار داره با سازمان سیاه، خب قرار داشتی مردی که نمیمدی، مگه ما پشت چشممون باز بود. خلاصه من رفتم اونجا یک ساعت و نیم طول کشید، حالا من نمیدونم از کدوم راه اومدن که یک ساعت و نیم طول کشید. بعد میگه رفتیم اونجا دیدیم خونه سربی اونجا توی درخت ها بز و اینا، من آرزوم اینه که یه خونه داشته باشم میون درخت ها و چند تا بز و مز دنبالش باشه، چون اینجا وقتی خیلی پولدار میشی تازه بز و این چیزا میخری، مالیات هم یه جورایی بهت کمک میشه و فلان اینا، ولی چون نمیدونه دیگه احمقه. شما این ویدیوهاشو نگاه کن که رفتن لباس زندانی، خود اینو باطبی لباس زندانی نو دوختن، اتو زده نشستن رفتن یه استدیو یه آتلیه عکس گرفتن، بعدن همه گفتن آقا لباس زندانی اینه، گفت نه ما اینو از زندان کش رفته بودیم، که معلوم شد اون فیلم دروغ بوده، اون عکسا دروغ بوده، اصلا یه نفر تو زندان ایران باشه آقای ریچارد پر بره اینو ورداره ببره تو کویت، حالا من نمیدونم شاید گی همجنسگران نمیدونم چیه، هرچی مال خودشه اینقدر بده که شما از دست بره، ولی برن تو اتاق و نمیدونم توی مسافر کنه که نه توی هتل دبی اینو برداره بیاد. این ببینید نفوذ اینجوریه، کسی که دامادش و خواهرش باهاش حرف نمیزنه، کسی که برادرش اومد اینجا پا به فرار گذاشت رفت گفت من برم همونجا با این آخوندا باشم بهتر از اینی که با این فخرآور باشم، اینا رو شما داشته باشید. اینا اومدن حالا ببینید از اون ور آقای شهرام همایون برنامه میذاره، چی کمیسیون هم نه یه چیز دیگه اسم میذاره، میتینگ نمیدونم فلان، آقای خزعلی رو میاره، آقای هوشنگ امیر احمدی رو میاره، یه ده نفری رو میاره، اون وقت هنوز یاد نگرفتن که یه دونه به اصطلاح آدیو میکسر بیارن که این صدا رو تنظیم کنن، وقتی اون حرف میزنه این قطع نشه، اینا بمانه، مردمی که میبینن تشخیص میدن. ساعتای دیگه که برنامه ندارن
میدنش دست اینا دیگه، یا رکسانا گنجیه که دیگه اینجوری کنه، یا یاسار یاسره نمیدونه یا فلان، اینا نشستن صحبت میکنن. آقا یاسر خودت وقتی این احمق میگه سربی یه پرده سبز زده بود اینجا، من بارها نشون دادم که اینجا یه پرده سبز، و اون موقعی که توی اونجا بودم اتفاقا حتی آقای میبودی به دوستمون آقای مصلحی پیغام داده بود که به سربی بگو اون کتابخونه که مال خودت بود قشنگتر از این عکسایی که میذاری. اون عکسی که آقای شهرام و همایون میشینه، خب شما باید به این فخرآور احمق بگی اونم تو اتاقشه، گاهی وقت صدای خانمش هم میاد از اون ور، بعد از اونجا استودیو نشون میدن زوم، این پروگرام $30 $30 میخری، میزت هست، دو تا تلویزیون این برون ورته فلان. میگه رفتم سونه سربی، در واز کرد، گفتم آقا اینجاست تلویزیون شما؟ گفت بله. بعد اومد در پارکینگ واز کرد، ما را داد. دروغ میگه، اصلا در گاراژ من ماشینا داخلش بوده، ما اینو از در اتاق آورد، از در خونه آوردیم داخل. حالا این خونه و فیلم و اینا رو بهتون نشون میدم. بعد آوردیم نشستیم، میگه من 3 ساعت اونجا برنامه داشتم. دروغ میگه بازم، چون خودش تو برنامه میگه داره ساعت 4 میشه من باید برم، و همه میدونن من همیشه برنامه هم از ساعت 2 شروع کردم. اتفاقا این با اون خانمه دیرتر رسید که من گفتم مهمون ما هم رسیده و بماند اینا. ولی میخوام اینو بگم که آدما خودشونو به چه ذلتی میندازن، به چه پست فطرتی میفتن. مثلا این آقای یاسر خب میتونست بگه آقا اولا آقای سربی اینجا نیست، شما داری این چیزا رو میگی، دوما این اتاق سبز و پرده سبز و همه برنامه، شما الان شبا بشینید بزرگترین هنرپیشه ها، بزرگترین شومن ها از خونهشون، از اتاقشون برنامه میذارن. این آقای جیمی فانل یا جیمی کیمل با بچه هاش، اصلا بچه میاد کاغذ رو میگیره، جیمی فانل که از تو سرسره بچهش میاد پایین. بعد دیگه این روزا که خیلی ها کت شلوار و کراوات و اینا نمیپوشن همون جوری که راحت هستن. شما برین استیون کوربر نگاه کنی، خانومش هم میاد میشینه اونجا، صدای خنده خانومش هم میاد، حتی گاهی وقت شوخی میکنه، دیشب حتی از این تیرکمونا هست سرش میچسبه به شیشه اینجوری پرت میکرد میزد فلان اینا. ولی میخوام بهتون بگم که چه کسایی حالا یا نفوذی یا همین جوری آمدن گرفتار شدن تو این برنامه ها، دیگه نمیتونن برگردن. دیدید مثلا امید دانا چجوری یه دفعه عوض شد؟ از کسی که به من سالها فوش میداد که طرفدار رضا پهلوی بود، یه دفعه الان شده طرفدار خامنه ای، میگه خامنه ای کوروشه و نمیدونم سپاه پاسداران اینو و اون قاسمی این بود و فلان اینا. اینا یه آدمایی هستن چی میگیم، تعادل ندارن، حالا نامتعادلن. این فخرآور یادآور فیلم ممل آمریکایی است. ممل آمریکایی برای کسانی که نمیشناختش تعریف میکرد رفیق برت لانکستر بوده. آره مثلا اون وقت اینجا تو آمریکا شما دیدید این مثلا الان ترامپ رفت دیگه رفیقاش هم بهش محل نمیذاره. حالا یه شنبه قراره بیاد تو برنامه سی پک که خیلی ها باور دارن این برنامه سی پک هم خراب میکنه. من میگم شما زور که میشه برو دم مجلس وایسا، یکی یکی اینا میان، این ساندویچ فروشی هایی که کنار خیابون آمریکا یک چیزایی داره، کامیون تراکای میان وای میسن سوسیس میفروشن، اینا وای میسن. چقدر 400 خورده نماینده مجلس داریم، 100 تا سناتور داریم، 500 خورده نفر، باور کنید من مثلا 30 تاشونو بیشتر نمیشناسم، خیلی هاشون اصلا ناشناسن الا توی خبری یه جوری آورده باشن شون تو تلویزیون و فلان اینا، و الا اینا میان میرن 2 سالی یک، بعضی هاشون 2 سالی یه بار، بعضی هاشون 6 سالی فکر کنم نماینده مجلس 2 سالن، سناتور ها 6 سالن که اونم یه مزخرفیه که واقعا اگر این رضا پهلوی یه حرفی درست زده باشه اینه که گفت آقا این انتخابات 4 سال هم خیلی خرج برای مردم داره. من میخواستم امروز یه نیم ساعت برنامه رو اختصاص بدم به فخرآور و دروغایی که حتی تو همین فیلم گفته. بعد گفتم که نه این تازه به اصطلاح میشه تبلیغ برای اون، چون همین آقای آرمان نیکدل که اینو برای من فرستاده نوشته آقای سربی این احمق نمیدونه که با این کارش برای شما تبلیغ مجانی کرد تو صفحه خودش، تو تلویزیون کانال 1 و الی آخر. اون یاسر هم که دیروز هم حتی برش نوشتم، حالا میخواین الان هم بهش زنگ بزنیم، ما که از کسی خوف و وهمه‌ای نداریم، بذارید یاسر فلاح. حالا ما
خوب که صفحه این آقای حمیدرضا کاظمی بازه، ما قرار بود از اینجا شروع کنیم، به کجا رسیدیم؟ این آقای حمیدرضا کاظمی رو نشون بدیم که من از طریق فیسبوک شناختم ایشونو و ایشون در شهرستان نور هست. در کجا؟ در ایران. و شهرستان نور رو من یادم نیست، ولی وقتی ما میرفتیم شمال سر راهوای میسادیم یه جایی به نام پارک نور که خیلی جای قشنگی بود. اون موقع که مثل آمریکا نبود که هر جا بریم پارک ببینه و اینا، مخصوصا ماهایی که از جنوب میمدیم همه خشک و اینها، میرسیدیم به اون شمال همه جا مرطوب و سبز و درختای بلند و اینها، خیلی حال و روحیمون عوض میشد. این آقای حمیدرضا کاظمی، اولا بهش پیشنهاد میکنم که این عکساشو درست کنه، قشنگ بیاره، اندازه کنه که اونجا جا بگیره. اگه کمک خواست من براش کمکش میکنم درستش کنیم. ولی اینه، ایشون فوتبالیست بوده، حالا هم مشاور املاک. این زیر اگه بخونید نوشته که کارشناس حقوق، مشاور ملک و املاک، فوتبالیست قدیم، هستی من مادرم، بهترین رفیق ما خداست. خب باورشه. و اما وقتی میان پایین آگهی های خونه رو گذاشته و اینها، من یه جایی دیدم نوشته مثلا 12 تا خونه توی شهر نه مجتمع فلان اینها. بعد نوشتم آقا اینا دونه چند هست؟ چون یادم حبیب رفته بود ایران، بنده خدا حبیب خواننده، و این دوستمون برای من نوشت 1 میلیارد. نوشتم آقا 1 میلیارد تومان یا 1 میلیارد ریال. بعد نوشتم والا من حتی بلد نیستم اینا، نوشتم ممنون از شما، باور کنید من حتی بلد نیستم بنویسم 10 میلیارد. ببخشید اینجا این بالا ایشون نوشته 10 میلیارد برای هر ویلا، من نوشتم 10 میلیارد چند تا صفر داره، تازه این به تومان هست یا ریال، چی شد؟ قرار بود 4 تا صفر کم بشه، شد یا نشد؟ ایشون نوشته به خدا ما هم گیج شدیم. شماره تلفنم نوشته دوستان، چون شماره تلفنشو عمومی نوشته، منم اینجا نشون میدم اگه کسی کاری داره، معامله میخواد انجام بده تو ایران، خب با این دوستمون تماس بگیره. بعد نوشته که 0911 446 1989، یا خیلی ساده برید توی همین صفحه فیسبوکشون، اسمش هم ساده است، اشتباه نمی کنید، حمید رضا رو یک کلمه کاظمی. و امیدوارم تو برنامه بعدی بتونیم با ایشون صحبتی داشته باشیم. و اما دوستان راجع به شهرستان نور صحبت میکنن، بذاریم بیایم ببینیم که میگه که شهرستان نور از شمال به دریای مازندران، از شرق به شهرستان آمل، از شمال شرق به شهرستان معبودآباد، از جنوب به استان تهران، از جنوب غربی به استان البرز و از غرب به شهرستان نوشهر و شهرستان چالوس متصل است. اگه اینا همه رو از حفظ گفته باشی آفرین به تو، اگه تقلب کرده باشی فوری گوگل زده باشی اون دیگه قبول نیست. خب بذاریدم ببینم اینجا یه نفرم ما رو پیج کرده. بله، ما تا میریم سر کار یا میان برنامه میذاریم، دوستان و فامیل و اینا همه میان. خب فخرآور هم مدتی را با دختر سبا خویی بود، مجری من و تو. پس به خاطر همینی که همه رو میشناسه. حالا توی یه برنامه هم دیدم گفت باید یواش صحبت کنه چون بچه فکر کنم خوابه یا خونه یه کسی هست. خلاصه این تو ایران این مفتخورای اینجوری رو میگفتن چتر باز، میافتن خونه یه کسی. بر وزن توزیع المسائل، بله، تفریع المسائل بر وزن توزیع المسائل. در هر صورت اون ویدیو رو من اینجا میذارم ببینید. ولی یه نوشته ای رو که یه خانمی به نام نسرین صبوری، و جالبه، خب این فامیلا خیلی هاش کامن هست، یعنی فامیلایی که نور معمول هست و اینها. ما یه آقای صبوری هم توی هنرستان شیراز داشتیم که انسان خیلی شریفی بود. اینم از موقعی که من اونجا به عنوان هنرجو رفته بودم، چون بهتون گفتم وقتی شما میری هنرستان دیگه بهت نمیگن دانش آموز، بهت میگن هنرجو. ما این هنرجو و هنرآموز و اینا رو هم نفهمیدیم. چرا به بچه‌ای که میره مدرسه میگن دانش آموز، ولی به بچه‌ای که میره دانشگاه میگن دانشجو؟ بعد چرا به بچه‌ای که میره هنرستان میگن دانشجو، بعد به دبیری که تو هنرستان درس میده میگن هنرآموز؟ این آموز و
آموختن و الان هم دیدید که چه قاطی پاتی شده. من به دانش آموختگان به قاطی شدیم حسابی، نمیفهمیم چه کار کنیم. باید یکی بیاد از اول کتاب فارسی اولو در بیاره درسمون بده بریم جلو. خب خیلی ممنون و متشکرم. بریم صحبت این خانم صبوری رو براتون بخونم که به نظر من جالب بود. ببینم بیلیونر هوشنگ انصاری، نه یه فیلمی هم دیدم به نام درخونگا. حالا من نمیدونم این درخونگا یه محلیه تو تهران و اسمش خونگاهه یا درخونگاه هست، و فیلمای ایرانی رو خدا وکیلی چقدر افتضاح درست میکنن. باز اگه اشتباه نکنم این فیلم مال آقای یعنی امین حیایی توش چیه، امین حیایی چند تا فیلم خوب بازی کرده ولی بعدن دیگه فکر کنم مغرور شده بود که خوب بازی میکنه فیلمای خراب بازی کرد. یا به قول این دوستمون گفت آقا فیلم ایرانی 4 تا 5 تا چویس انتخاب بیشتر ندارن، میرن این 4 تا نقشو که بازی میکنن بعدش تکراری میشه. حتی سعید راد جدیدن به خاطر این نمیدونم سینمای فجر و اینا، اتفاقا برنامه فخرآور با یاسر گویا در رابطه با این سینمای فجر و نمایشگاه و نمیدونم این چیزا هست صحبت میکنه. سعید راد گفته اون هنبشه خوب کی بود، کرده، وحید محمدی زاده کیه، گفته این تمام میشود. یه مقداری حسودیه به نظر من. بعد سعید راد فکر میکنه حالا خودش خیلی هنبشه خوبیه و اینا، عکسایی که تو فیلمای قدیمی لختی و اینا بوده. من اصلا تعجب میکنم چگونه این دوباره برگشت تو ایران و بازی میکنه تو فیلم ها سریال های مختلف، نشون میده یه پارتی حاج آقایی درست حسابی داشته. و دیگه چی میخواستم بگم؟ آره این فیلم درخونگاه، آدم وقتی نگاه میکنه، بگم که چی میشه یا نه؟ برید نگاه کنه، اگه دوست داشتید بعدن در مورد صحبت کنید. اصلا از خودش، از ایرانی بودن، از اینکه خانواده ها اینقدر به هم بدی میکنن، دروغ میگن، اینها متنفر میشه. من بهتون گفتم بارها اینجا بودم، کسی که خانمه زنگ زده گفته آقای سربی این مثلا یه نفر از آمریکا بلند شده رفته اونجا، به اون کسی که حالا دلال زناست، خواستگار، مچمیکره، گفته خانمای پرستار رو دوست داره، براش پرستار پیدا کردن، اومده اینجا پرستاره رو گذاشته برای مادرش کار میکنه، رفته از دولت هم برای پرستاری این حقوق میگیره، بعد با پول اینو پول کمک مادرش اینا هر روز میره قمارخونه و اینا رو ول میکنه و اینا. گفتم خانم زنگ بزن پلیس طلاق بگی. گفت متاسفانه من مهر و محبت این مادرش به دلم چیز کرده و مثل مادر خودم دوست دارم چون مادر نداشتم و اینا. نوید محمدزاده، خیلی ممنون. بله نوید محمدزاده هنرپیشه خوبیه، 2-3 تا نقش نمیدونم دیوونه ها و عصبانی ها و اینا رو بازی کرده، قاتلا و اینا که میخوان اعدام بشن و اینا، واقعا خودش رو میبره توی اون نقش. ولی خب مثلا این لباس پوشیدن و اینها هم بدبخت ها دیگه گیج شدن چه کار بکنن. هنرپیشه آمریکایی رو نگاه میکنه میبینه طرف میاد یه چیزی میپوشه مثل یه آهنی دورش و فلان، اینا میخوان یه کاری کنن و تو ایران مورد انتقاد قرار میگیرن. در صورت مشکلات خیلی زیاده، گاهی وقتا باور کنید، من بارها گفتم حالا میگم، تو آمریکا از شما میپرسن دوباره اگر دنیا بیان چه کار میکنی؟ شاید من یکی از کارهایی که نمیکنم این که بیام تو جامعه ایرانی، حالا میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد. چون به این دوستونم آقای آرمان نیکدل نوشتم، من تا موقعی که سال 1998 دو سال قبل از 2000 نیومده بودم تو جامعه ایرانی، اصلا این جمله که آدم دروغگو کم حافظه رو نمیفهمیدم. چرا آدم دروغگو کم حافظن؟ بعدن فهمیدم، چون دیدم یه عده دروغ گفتن، بعد دفعه دیگه که میان یه چیز دیگه میگن، فهمیدم که اینا باید یا خیلی حافظت قوی باشه که دروغگوی خوبی باشی، یا بالاخره دروغگو کم حافظه میشه. حالا دروغگو کم حافظه است، این فخرآور رو نگاه کن. اولا خونه بنده حالا تازه 3 ساعت از اینجا باشه، تو الاغی که بلند شدی اومدی خودت میگی ما رو نقشه نگاه کردیم دیدیم 1.5 ساعت، پس میدونستی 1.5 ساعت که نیست. خونه من آقای یاسر، شما برو بزن، آدرس رو بهتون گفتم برات هم بفرستم، 20 دقیقه تا وایت هاوس، 25 دقیقه تا کاخ سفید. که من هر وقت کاری چیزی داشتم به خودم نیم ساعت 45 دقیقه وقت میدادم، ولی این آدم شیاد بعدم وقتی اومد اونجا، من معمولا اونجا از این آبا
بسته ای میخریدم، وقتی مهمون میمد برای هر کسی میآوردم، بعدم همونجا سرش رو جلو خودشون باز میکردم، میگفتم اینو برای شما باز کردم، بعدم با خودتون ببرین. وقتی برای این الاغ عزگل باز کردم، گفتم من اینو جلو خودت باز میکنم، بعدم برای خود ببر، گفت خب اگه کسی بخواد سوزن میزنه. گفتم آخه کی میخواد تو رو مسموم کنه؟ عوضی اگه کسی بخواد تو رو مسموم کنه که نمیاد اینجا شبا که ولگردی تو واشنگتن، میاد با یه چوب بیسبال میزنه تو سرت که همه عمرت هم فلج بشی. اصلا اینا خود بزرگ بینیشون به این روز انداختتشون. به سلامتی شما. که من آبر وقتی بهش گفتم، گفتم آره این سوزن زدیم، بذار اینجا، خودت برو بیرون آب بخر. اینم از این ماجرا. برم این نامه رو پیدا کنم که خانم صبوری، اسمشون چی بود؟ نسرین؟ حالا تو صفحه خود آقای نیکدل میتونم پیداش کنم. بله بله، نسرین صبوری. و ایشون چون برای همه هم نوشتن، آدرس ایمیلشون هم هست، نمیگم حالا، از آلمانه چون نوشته فون. بله نوش جان، این برنامه ما دیگه واقعا ریل تایم ها، ما آب میخوریم میگیم سلامتی، اون دوستون میگه نوش. پوریا زراعتی به چه دلیل امیر عباس فخرآور را به برنامه دعوت کرده است؟ با درود به دستندرکاران محترم تلویزیون من و تو، پوریا زراعتی به چه دلیل امیر عباس فخرآور را به برنامه دعوت کرده است؟ مصاحبه با امیر عباس فخرآور، بسیار شگفت زده شدم از ایشان. چنین انتظاری از شما نداشتم. من سالهای متمادی است که این شبکه را دنبال میکنم و همواره بابت افشاگری های متعهدانه شما را تحسین میکنم، ولی با این مصاحبه مرا و بسیاری از دوستان را مایوس کردید. متاسفم، واقعا متاسفم. جریان چیست؟ شما به عنوان ژورنالیست این فرد را نمیشناسید، بیوگرافی این فرد را نمیدانید، یعنی با این همه گردش اطلاعات نمیدانستید که دلیل زندانی شدن فخرآور نه فعالیت های سیاسی و دانشجویی، بلکه تجاوز به یک خانم و قاچاق عتیقه بوده است؟ این اتهام نه از سوی طرفداران رژیم، بلکه از سوی زندانیان برجسته‌ای مانند وکیل ایران دوست و مشهوری به نام دکتر ناصر زرفشان عنوان شده است، که خود شاهد بوده که این فرد از بخش زندانیان عمومی به بخش سیاسی منتقل شده بوده. گویا گفتگوهای ناصر زرفشان هست که چگونه از این فرد به عنوان فردی دروغگو و فرومایه و مشکوک یاد میکنن. صحبت های زندانی سابق علی افشاری در مورد این فرد هست که چگونه پنهانی صدای علی افشاری را ضبط می کرده است، یا شهادت های احمد باطبی را در مورد این عنصر شارلاتان را نخواندید؟ احمد باطبی که انسان شریفی است که 10 سال زندانی انفرادی کشیده، ولی همین امیر عباس زشت‌ترین تهمت ها را علیه او زده است. توهین‌های سخیف و تهمت‌های این فرد را در مورد شاهزاده رضا پهلوی، شعبان و فرح پهلوی گرامی ندیده اید؟ اکنون چند کلیپ از این فرد که به شاهزاده تهمت زده است برای شما ارسال می‌کنم تا بدانید که چه میزان این فرد پلید و خبیث است. شما بابت دعوت از این فرد نخاله 7 خط باید عذرخواهی کنید. صبوری. خب ببینید، اتفاقا تو همین ویدیو برای همین آقای یاسر، حالا این رفته بعدم تازه اون ویدیو رو هم دستکاری کرده، تیک تیکی گذاشته. و جالب اینه، میبینید چون احمقه، چون دروغگو و کم‌حافظن، عکس منو از یکی از ویدیوهایی که بهتون میگم همون الهورا تی وی گزارش پر کرده، بیرون خونمون رو نشون میده، داخل خونمون رو نشون میده، حتی بعد تو اون اتاقی که نشستیم به اصطلاح روی موب صحبت میکنیم اونو نشون میده، خانم فهیمه فروزش رو نشون میده، دوستی که زنگ میزنه تو برنامه صداشو ضبط کردن و فلان اینها. بله دروغوی کم حافظه، مثال حاله نور احمدی نژاد. آره اونم اول گفت اینجا حاله نور دور برای من بود، بعد گفت من که اینو نگفتم اونو گفتم. ضمناً احمدی نژاد باز مثل که در باره آقای حداد چیچی عادله که یه چیزی گفته، بعد یه عکسی رو انداختن که عکس یه آقای دیگه‌ای هست، دست فره رو داره میبوسه، ولی میگن حداد عادل، حداد عادل گفته من نبودم، همه گفتن خب اگه تو نبودی شکایت کن که این یه پرونده به اصطلاح دادگستری رو چیش باشه، نتونه رئیس جمهور بشه. دوباره این آشغالا از زیر زمین دارن میان بیرون، اینا همشون
سگ زرد برادر شغالن، روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، حداد عادل، فائزه فاحشه، هاشمی، نمیدونم همین خزعلی، مهدی خزعلی، اینا همش. مهدی خزعلی رو شهرام همایون بهش میگه آقا شاه بد، شاه جنایتکار، شاه قاتل، ولی تو آمدی میگی فلانی رو اینجوری کشتن، تو بودی؟ نه. میگه کسی هست سند داشته باشه؟ میگه نه. میگه خب تو نمیتونی بگی؟ میگه آقا خوندم، دارم براتون سند میارم. میگه احمق، شما که نمیتونی از نوشته یکی دیگه بگی، این میشه روایت، این میشه حدیث، این میشه آمریکایی‌ها میگن هیرسه. شما بری تو دادگاه بگی سربی به من گفت این مکانیک بده، میگن اینو نمیتونی استناد کنی، این میشه هیرسه، این میشه روایت سربی از این مکانیک. ولی اگر یه شکایتی باشه، یه شاهد بیاد اینجا، شاهده بگه این مکانیک بعدی، ما حرف اون رو قبول میکنیم. شاهد هم تو آمریکا خیلی مقام بالایی داره. الان پرونده ترامپ رو دادستان نیویورک بالاخره موفق شد که پرونده های تکس مالیاتی، شما دوستان اگه میخواییم ببینید ترامپ چقدر دروغگوه، چقدر شیاده، اگه همه این 40 سال گذشتهش که تاریخش هست، سنداش هست، قبول ندارید، حرف خودشو قبول دارید. ببینید تا حالا چند بار گفته ورقای مالیاتش نشون میده. اول گفت اگه اوباما تولدشو بیاره، برقه تولد شناسنامه‌شو بیاره که متولد هاوایی من نشون میدم، اون آورد این نشون نداد. بعدن گفت اگر ایمیلای هیلری کلینتون، ایمیلای هیلری کلینتون پیدا شد، این نشون نداد. هی یکی یکی هر چی گفتن چی کرد. حالا دیگه دادستان گفته آقا این کارای جنایی انجام داده، کارای مافیایی انجام داده، و به همین خاطر دادگاه این رو آزاد کرده فقط برای دادستان و برای اون هیئت جوری. ولی و اگر تصمیم بگیرن که این باید بره دادگاه، به مجردی که یه چیزی باید بره دادگاه میشه پابلیک. همینی که شما الان میتونید برید اسم آقای انصاری و اسم رضا پهلوی رو بزنید تو همین فیرفکسی که این فخرآور احمق میگه اونور دنیاست. تازه اینایی که پول دارن میرن اونور دنیا زندگی میکنن، احمق. اونی که پول نداره میاد تو لس آنجلس وسطی زندگی میکنه، اونی که پول داره میره جاهای دورتر، نمیدونم فکر کنم اورنج کانتی یا اینها. بله ممکنه خونه ارزون تر باشه، ولی طرف چون پول داره میره جایی که خونه ارزون تر، خونه های بزرگتر، شیکتر، بعد رفت و آمد آنچنانی نداره، احتیاج نداره بیاد دود لس آنجلس، داون تاون لس آنجلس بماند. عکس غلامرضا نیکپی بود، نه حداد عادل. نیکپی شهردار تهران بود. بله خب حالا همون هم شما ببینید، البته خیلی ها هستن که میگن تو اون رژیم بودن بعدن تو به اصطلاح برای ایران هم یا برای تهران هم کارهای خوب انجام دادن. اینه که من آقای مونتی فاطمی که واقعا آدم واقعا بعضی وقتا آدم ناامید میشه، به یه نفر دوست میشی، بهش اطمینان میکنی، بعد فکر میکنی آدم منطقیه. سر این فیلمی که آقای مسعود کردار از ما خواست پخش کنیم، ما اون روز دالا دوتا، اولا فیلمه رو من اشتباهی لینک دیگه گرفته بودم، بعد ایشون گفت نه این نیست که وایساده، یه فیلمیه که نشسته با یه جوانی صحبت میکنه به نام قرن جدید، اونو گذاشتیم. الان یه هفته هم هست روزی 2-3 بار داره پخش میشه و خیلی هم راجع بهش نوشتن، از سعید گرفته و دیگران، و حتما برید ببینید، روی فیسبوک ما هست. امروز هم این برنامه زنده که تموم شد باز اونو میذارم که برید ببینید. این آقای حسن عباسی، من شنیدم این شیرازیه. اون وقتا که من برنامه کنکاش مال ایران نگاه میکردم، چون مسائل رو که میگفتم make sense، یعنی آدم یه چیزی ازش یاد میگرفت و اینها، این حسن عباسی حرفایی که میزد به نظر عاقلانه بود. بعد دیدم آقا این خیلی تندروه. وقتی تندرو میشی دیگه حرفات چون میگن مرغ پختن بهش میخنده. و این حالا میگه مثلا این قرن جدید قرن ایران و اسلامه. اولا اون قرنه برای شماها و عربا قرنه، برای اینجا که قرن الان عوض شده، اومده قرن جدید، اومده از 20 سال پیش. این یکی. دوما اتفاق این میخواد بیفته، منتظر نمیشه که یه تاریخی بیاد بعد شما بشی مثلا پیشرفته ترین کشور، قوی ترین کشور. حالا همین آقای بایدن دیروز میدونید که دستور داد توی سوریه حمله کردن به این نیروهایی که ایران یه سری نیرو استخدام میکنه، همین که صدای افغانی هم در اومده بود
که اونم میگه آقا حقوق میگیرین، نمیخواین نرین، به زور که نمیفرستیمتون. بعد اون خبرنگاره گفت نه اینا برای اقامت میرن. طرف گفت آقا تو آمریکا هم برای که اقامت داشته باشی میری سربازی، چرا زور میگی؟ نمیخواین نر، ما 600 دلار دارن پولشون میدن بهشون، اقامت ایران میدن، اینا میرن تو سوریه. تو سوریه هم که میره خب خوراک خوب، اسلحه خوب، قدرت داره، نیرو داره، خدا میدونه به هر کی هم تجاوز میکنه لابد هیچ پیگیری نمیشه. بعد از اون برم یه دفعه هواپیمای آمریکایی میاد تق و توق میزنتت، حتی اگر بایدن توی چیز باشه. این برای اون احمقایی که طرفدار ترامپ بودن و میگفتن بایدن بیاد روز دوم میره تهران و میره نمیدونم با خامنه ای هانیمون و ماه عسل و نخر، اصلا از این خبرها نیست. سیاست آمریکا مهم نیست که اونجا باشه. بله مهم بود که یه دفعه ترامپ آمده بود یه دستاندازی درست کرده بود تو این، برای که هیچ که نمیدونست کجا به کجاست. مثل این که شما داری رانندگی میکنی، خیابونی که هر روز داری میری میای، یه دفعه شب هست برق میره، همون شما هم که هر روز از اینجا میری میای دوچار اشکال میشی. چرا؟ چون میگی نکنه یه نفر از اون ور بیاد بزنه به من، پس یواشتر میری. یواشتر که بری سرعت کم میشه، ترافیک زیاد میشه و الی آخر. ترامپ سرعت رو کم کرد، ترافیک زیاد شد، مشکل شد، تصادف شد. مثل اینکه تو آمریکا برق رفته بود، ولی آمریکا که تکون نخورد. حالا صحبت از برق رفتن شد، هفته گذشته توی تگزاس برقم رفت و من که تازه رشتم برق هست و اینا، و همیشه گفتم این آقای خوششانس وقتی اومد آمریکا و برگشت، بعد گفت که این سیستم شبکه سرتاسری ایران به درد ایران نمیخوره، این برای آلمان و اروپا و اینها خوبه و آمریکا باید هر کدومشون خودشون برق داشته باشن. البته اینجا هم یه چیزی دارن که گرید بهش میگن، همشون با هم هستن به غیر از ایالت تگزاس. و ایالت تگزاس دیدید که سرما و اینا و آبروریزی، اون مردی که احمق تد کروز بلند شد با زنش و دخترش و اینا رفت، ولی اینجا فشار مردم انقدر زیاد بود که مجبور شد برگرده، به جاش هم دو روز بره کار کنه توی پارکینگ وایسه به مردم آبای بطری بده، بره حتی خونه این و اون کارپتایی که خیس شده، موکتایی که خیس شده جمع کنه. خیلی ممنون. 22 کشته در حمله آمریکا به دنبالش دیگه ننوشته، حتما به چیز هست دیگه. عباسی کجا شیرازیه؟ کلومیه. ردنکای آمریکایی رو شیرازی ها بهشون میگن کلومی. کلومی این گلایی که به هم چسبیده توی مزاره، و این جایی که آب نبوده و اینها معروف بود، میگفتن طرف حتی آب نیست، مجبور خودش رو با این چیزا تمیز کنه، و میگفتن به خاطر این بهشون میگفتن کلومی، کسایی که با این یه تیکه گل میمالن به باسنشون تا به اصطلاح تمیز بشه، چون آب ندارن، اینقدر امکانات کم. در رابطه با آب نداشتن، ما اینور در غرب ایران ماجرای ورود غیرقانونی مشروب داریم، در شرق ایران خروج غیرقانونی سوخت داریم، حتی در شمال هم بود یه جایی به نام دیزل آباد درست شده بود و دولت نمیدونه چه کار کنه. گازوئیل دوستان حتی 2010 هم نبود، 2008 شایی بود که من یادمه 100 لیترش میشد 24 تومن، و این ماجرای شاهی و ریال و تومن و اینا هم خیلی قاطی پاتی بود. بعد یه جاهایی میخریدن میبردن. حالا یه عده ای تو سیستان بلوچستان یه شغلی برای خودشون درست کردن به نام سوختبر، یه ماشینی، یه پیکاپی، یه نمیدونم موتورسیکلتی را میندازن دیگه، چرا بره صبح تا شب تو بافتاب و اینا کار کنه؟ یه باک میاره دم پمپ بنزین میزنه یا نفت میزنه، میره اونجا میفروشه و یا علی مدد. حالا اگه از مردم سوال کنی آقا تو کشورهای دیگه با قاچاقچیان چه کار میکنن، همین تو آمریکا با قاچاقچی‌ها چه کار میکنن؟ مگه هر شب فیلمشو نمیبینیم تو تلویزیون؟ میریزن تو خونه طرف، طرف با زن و بچه اینا، پلیس داد بیداد تق توق میگیرن میبندن. خب اینا قاچاقچیان، حالا از قاچاق انسان گرفته تا قاچاق مواد مخدر گرفته تا همین هفته پیش قاچاق ماسک میزنن. آقا شما امروز بشو رئیس جمهور ایران، چه کار میکنی با سوخت بره زاهدان و نمیدونم سیستان و بلوچستان؟ چه کار میکنی با کول بره عراق، ایران، کردستان و اینها؟ چه کار میکنی؟ به اینا پول میدی مجانی، میگی بشین خونه این کارو نکن، براشون کار درست میکنی؟ من برای یکیش که خیلی دیگه شور و هیجان داشت گفتم خدا رحمت کنه شاه اسلام پناه رو،
شما نمیدونی در دوره قبل از انقلاب این سیستان و بلوچستان همه ویلا داشتن، همه پول نفت بهشون میدادن، این آخوندهای جاکش آمدن همه رو خراب کردن. بعد طرف شروع کرد به من فحش دادن، گفتم آقا چرا فحش میدی؟ گفت شما نمیتونی با بد مقایسه کنی. گفتم پس قبول داری که شاه بده؟ پس اون شعاری که دادن نه چی؟ نه شاه نه رهبر، ننگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ننگ بر یا مرگ بر ستمگر، یه چیزی اینجوری. ببینید اینا همه خرابی رو به بار آوردن. 8 سال هم جنگ بوده، خرمشهر رو داغون کردن دیگه درست نکردن. ولی آقا جاری و ایزه و اینا رو که ما رفته بودیم دیده بودیم، که آقا پل خلف‌آباد نمیدونم بین شیرازه که ما دیده بودیم، که بنده تو اهواز خدمت کرده بودم، تازه جای خوب شهر بودم، این ور شهر خیابون پهلوی و نمیدونم حالا فکر کنم خیابون سیروس هم به پهلوی بود یادم رفت، ولی اون ورش که میرفتی اصلا شما فکر کن اسم جمشید آباد بارون که میمد گوها تو خیابون بود. آخه میدونید اون بوده که منجر به این شده. شما اگر یه بابایی داشته باشی این هر شب مامانتونو بزنه، شما رو هم از کوچه از خونه بکنه بیرون پشت در، بعد مامانت تصمیم بگیره، مامانت یعنی ملت ایران تصمیم بگیره طلاق بگیره، طلاق بگیره، بعد یه نفرم بیاد بگه آقا یه مردی هست آدم خوبیه، این اینجوریه اینجوریه، با اون شوهر کنه، ولی این مرده که میاد حالا از خونه بیرون نمیکنه، شما رو تجاوز میکنه، تو خونه میکنه، این تقصیر مادرته یا تقصیر اون بابای قرمسامته، آها، یا تقصیر این شوهر جدیده است، تقصیر اون بابای قرمسامته، تقصیر این شوهر جدیده است، ولی این مادر بیچاره که خواسته یک کاری کنه بهتر بشه، ملت ایران خواستن یک کاری کنن بهتر بشه، حالا از اون آقای اصلان که مرد 101 سالش بوده تازه کرونا اومد بگیرتش، از اون اصلانی که مرد تا دیگران میگن ملت ایران به شاه بدهکارن، چه بدهکاری دارن؟ مرده که به جایی که بیاد حقوقی که میگیره کار کنه، حقوقش گرفته، دزدیش کرده، وسایل چیزای خارجی رو نمیدونم این ور اون ور همه گند زده، تازه حالا طلبکارم شدن. چرا طلبکار شدن؟ چون این شوهر ننت این آدم بدیه. اگه این آخوندا اینقدر آدم خوبی بودن همه نگاه میکردن میگفتن بابا این بیچاره این زنه چه میکشید تو دست اون، ولی این اومد همه گفتن صد رحمت به کفن دوز اولی. هر کی میخواد درباره زمان شاه صحبت کنه تشریف بیارید. جناب کدام وری هستی؟ این رژیم خوناشام خوبه، چرا از کشور در رفتی؟ بفرما. این ببینید هنوز نرسیده، شما سب کن برسی، شیرازی ها میگن بزو برسی بخوسی بعدن بیا جلو تا کیسد بکشم. شما من عکست هم نشون بدم، چی اسمت؟ روسو رعوفی. بذارید من نشون بدم ببینید این آدم ها کیا هستن. روسو رعوفی. این کار بدیه که ما میکنیم، حالا اینجوری باشه هر کسی میگه خب برای که ما تبلیغمون بشه بریم یه چیزی به سوربی بگیم شو. بله معلوم شد، نگاه کنید صفحش، این احمق حتی بلد نیست این عکس رو درست کنه. ببینید این عکس فیسبوکش، روسو رعوفی. بعد از این بدتر عکس ترامپ شارلاتان اون پایین، نگاه کنید اینا بلد نیستن حتی یه عکس درست کنن که درست جا بگیره. بعد ایران به سوگ نشست، حالا تو کجا هستی؟ تو چه غلطی میکنی؟ هیچی. بعد میای پایین تر عکس ترامپ گذاشته با کلا، ترامپی که کلا سرش گذاشته که این کلا رو بعدا سر همه بذاره. شما بیا الان میخوای من بهت زنگ بزنم ببینم میتونم اینجوری بهت زنگ بزنم با هم صحبتی داشته باشیم. بفهم مهمون ناخوانده. روسو یعنی چی هست؟ بله میگه unreachable، یعنی نمیتونیم باهاش تماس بگیریم، بذاریم با تلفن چی. ولی زنگ میخوره. نه اینجا باز میگه unreachable. شما از اون ور زنگ بزن، شما که رو فیسبوک من هستی الان زنگ بزن تا من با شما صحبت کنم ببینیم شما کجای ایران بودی، وضعت چجوری بوده، چی فکر میکنی، آیا وجود آخوندها در ایران تقصیری هم به گردن شاه هست یا نیست؟ چون بعضی از شماها میگه دولت‌های دیگه این کار کردن. اگه دولت‌های دیگه این کار کردن 57 سال پهلوی دوتاشون
دو تا پهلوی داشتن به ایران دروغ میگفتن که ما قدرت داریم، ما مستقلیم، ما چنین، ما چنانه. دو تاشون نوکر بودن، یک نوکر انگلستان بود، یک نوکر آمریکا بود. برید نگاه کنید. بعد شما بابا نوکر یه جا باشه، از خونه بندازنش بیرون، ولی به تو بگن تو میتونی اینجا باشی، اینقدر بی غیرت باشی که تو بگی اوکی من وای میسم. من اگه بابام برای یه جا کار کنه اونو بندازن بیرون، میرم همراه بابا. خاک بر سرتون آقای رؤوفی. چرا میگم آقا؟ چون من فکر نمیکنم هیچ خانمی به این خری باشه. البته ایشون گفته چشم کاکو. کاکو هم که نوشته یعنی شیرازیه. رؤوفی هم شیرازی هم. آخه چی داری میگی عزیز من؟ کدوم وری هستی یعنی چی؟ من هیچ وری نیستم. منم مثل تو نه مدرسه ای رفتیم که خودمون رئیس کلاس رو انتخاب کنیم، پرزیدنت کلاس رو انتخاب کنیم، نه مردمی بودیم که خودمون نمایندمون رو انتخاب کنیم. چی داری میگی؟ کجا بزرگ شدی؟ شما چند سالته؟ چرا برای این اون دروغ میگی؟ اینقدر دروغ گفتی که خودتم باورت شده. تفاوت تو با فخرآور چیه؟ فخرآورم همینقدر دروغ گفت. فخرآوری که برید کلاس قرآنش رو نگاه کنید، خب یه بار دیگه این پاک کنی، اگه پاک نکنی من بلاکت میکنم. من اگه نوکر این اون بودم اینجا 22 سال از جیب خودم خرج نمیدادم این تلویزیون را بندازم و بشینم اینجا. تازه نوکر بودن افتخار داره. شما نوکر نیستی؟ شما کجا کار میکنی؟ شما ارباب خودتی؟ بنویس کجا هستی؟ بفرما. آقای مانی خورسندی میگه نوکر خودش. نه، من نوکر خیلی ها هستم. وقتی میرم براشون کار میکنم نوکر خوبی هم براشون هستم. ولی شما که فکر میکنی اربابی، بیا بگو کجا اربابی، تو من بهت ثابت کنم که چه نوکری هستی. شاه احمق فکر میکرد اربابه. یادت دستشو مینداخت اینجا جلیزقش، که البته همه میگفتن از ترسش همیشه جلیزقه زد گلوله تنشه. اون احمق هم مثل تو فکر میکرد اربابه، ولی دیدیم که نوکرترین که هیچ، دستمال کاغذی بود. همچین که آمریکا کونشو با این دستمال کاغذی پاک کرد انداختش بیرون. حالا بیا جلو، اینا رو پاک میکنی، پاک نکنی بلاکت میکنم. اوکی؟ الان 38 دقیقه 2 دقیقه وقت داری. اینا رو ور نداری، مثل آدم نیای صحبت کنی. اون بالا قشنگ گفتی چشم کاکو. بیا آقای مسعود کردار، دوستان آقای مسعود کردار دست درد نکنه، ما رو تو چه حچلی انداختی. این آقای مونتی فاطمی از گلاسکو اگه اشتباه نکنم سالهاست با من دوسته، و این فاطمی فامیل همون حسین فاطمیه، و سر این فیلم شما با ما دعواش شد. میگم آقا این فیلمی که من درست نکردم، این فیلم مال ایرانه، ولی اینو دارن نشون میدن، جوونا اینو میبینن. آقا 40 سال داره فعالیت میکنه بر علیه ایران، الان میگه من فهمیدم اون درست میگه. تو بیا با آقای مسعود کردار صحبت کن، تو جواب اون جواب برای اون بنویس. ضمن جوابایی که من براتون فرستادم گرفتید با ایمیل، چون بعضی از اینا رو با فیسبوک نمیتونم بفرستم، با ایمیل براتون میفرستم. خب اگر اوکی، خیلی ممنون آقای خورسندی. این رؤوفی هم هر کی هست معلومه که احمقه، چون اگه احمق نبود شاه اللهی نبود، اگه احمق تر نبود طرفدار ترامپ نبود. پس من از اینجا پاک میکنم، این زحمتم من میکشم. اگه آمدی چیز مزخرف نوشتی بلاکت میکنم. ای کاش من این به اصطلاح ادمینی رو به دو سه نفر مثل آقای اکبری و سعید و اینا بدم که دیگه اصلا وقت ما هم اینجا چیز نشه. وقتی ما داریم هر کسی اومد اینجا، اگه اومد مثل آدم حرف زد باش صحبت میکنیم، حتی اگه مخالفمون باشه، حتی اگه دشمنمون باشه. که اولین سوال اینه که چرا باید شما دشمن مخالفت باشی؟ یعنی میخوای یه مملکتی همشون بگن بله آقا yes sir؟ خب این که میشه. دیدید ترامپ yes sir yes sir رو نگه داشت، اونایی که میفهمیدن انداخت بیرون. چه به سر خودش اومد؟ مجلس رو باخت، سنا رو باخت، کاخ سفید رو هم باخت، الان خودش هم در دادگاه ها ببینید چجوری یکی پس از دیگری خواهد باخت. حالا یه شنبه بیاد اینجا نه، تو فلوریدا، تو سیپک، هر گویی دلش میخواد بخوره. ولی دیگه مردم شناختنش. طرف میگه آقا من به دستور رئیس جمهورم اومدم اینجا. حالا اون تو زندانه با ننش، ولی رئیس جمهور داره اونجا گلف بازی میکنه، و اون احمق لینزی نمیدونم گرم هم هی میره و میاد. بمانه. پیام از برلین آلمان. این پیام اوکی، بله بذارید ببینم که برلین آلمان یه پیامی هست اینجا. متاسفانه صداش خیلی خوب نیست،
ولی چون حرفی رو که من زدم این خانم هم میگه آقای سوربی من بعد از این که هی کمک کردم به ایرانیا و هی دیدم خب نمیشه که ما اینجا هی کمک کنیم اونا حتی یه پلی برای خودشون نسازن، تا اینکه شما این حرف رو زدی آقا این درخت اینجا، اینجا یه رودخانه یه جوی آبی، خب یه درخت کات کن بنداز اینجا، دوتا آجر بذار، این چیه هر روز صبح بچه‌تو بغل میکنی دستو میگیری به سیم، هی انگشتت قطع میشه، نمیدونم بچه‌ت میفته تو آب، بعدم اینجا هی پول جمع کنن 500 یورو بده، اون یکی میگه 1000 یورو بده. بذارید من این، خب میخوای عکس کتاب آقای خورسندی رو بذاریم، پیام این خانم رو پخش کنیم، تفریح المسائل، بشنویم با هم. ببخشید اگه یک کمی این اسمهای ساختگی را محل نگذارید. ببینید دیگه شما را همه میشناسن، یه مشتی آدمی. من هر تو شما همیشه گوش میدم، نفرت خیلی به یاد میچسبه، بعد هم خوب با مردم صحبت میکنیم، هم اگه بیشتر داده میزدیم اون نداریم. و تو اونی که داشتم سخن بار میکردیم، البته من یه رو بعد به چانشان جمعه شما صحبت میکنیم، ولی من یه رو بعدش اینو میبینم. داشتیم یه بکنی در برای همون که میتونم خانون با بچه بقل نحر اطلاع داره یکی داره و اینا، و یادم میاد به اون موقعی که یه پولی داشتم بازم به ایران بفرستم برای کمک به مردم اونا، بعد اینقدر برای من اکسای اینا میومد اتفاقا یکیشم همون بود یاره تو دهات ما نمیدونم میخوام چیده پول بسادن نمیتونم نمیده جوبی هم همجایی نشون میداد که بچه ها خواهی قبول رد بیدن، بعد من هم همین فکرش ما داره میگردم گفتم خواهیم گوه رو بای شاه رو بای دولت اینا مردم نمیتونم آخر هفته یه دونه این پولی همینطوری علیکی بسادن که این پولم به این نهرم خیلی کوچیکه رد بشن که به این پونسد دنگه من احتیاج دارم که این زهره رو بسازن، واقعا اصلا نمیدارم. من دیدم بیشتر از هم گرفتاری ما چه زمان شد چه این دوره همه از خودمونه، این از مردمه، واقعا از مردمه. ولی من دستم که این کارا هست، میدونم که چقدر مردم تنبلن و این چیز عمومی درست کنن، یعنی خودشون درست کنن، خدا. ممنونم از شما دوست عزیز، از برلین آلمان ایشون لطف کردن. خیلی خوشحالم که شما بیننده ما هستید، البته میگید به صورت زنده برنامه رو نمیبینید، یه روز بعد میبینید، که من به شوخی گفتم میشه کتلت مونده، چقدر خوشمزه تر میشه اگر این کتلت رو برده باشید به باقی. گفت من نگویم که مرا از این قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی یا درش باز کنید، دلم شاد کنید، گفت درش باز کنید، خودم باقیش میدونم. ببینید تا روزی که یکی نیاد بگه این خانومم نمیاد هم صدا بشه، بنده خدا هی پول میفرسه، میگه خب من نمیدونم، من دارم 500 یورو میفرسم برای مردم دهی که حاضر نیستن یه روز جمعه. شما چرا میگی روز جمعه؟ خب این دهه که همه میگن کاری نیست، زندگی نیست، یا قاچاقچی الکلن یا قاچاقچی بنزینن، خب یه پلی درست کنید، یه چیزی درست کنید، اصلا سنگر درست کنید که سپاه پاسداران نتونه بیاد به شما حمله کنه. اینجا شما نگاه کن، شنبه و یه شنبه که میشه ببینید مردم چقدر میرن کارهای چی بهش میگن والنتیر، کارهای داوطلبانه انجام میدن، اصلا بچه ها رو از تو مدرسه عادت میدن که این بره نمیدونم برای فلان جا برن پارک تمیز کنن، برن نمیدونم فلان رودخونه رو کنارش تمیز کنن. اون وقت تو ایران هی نشستیم فوش میدیم، خب فوش به شاه دادید اینجوری شد، حالا فوش به این شیخ هم بدید چجوری میشه؟ آقای رؤوفی میاد براتون رئیس جمهور میاره،
آقای فرهمند کلایی نوشته بود اینجوری کنید اونجوری کنید، نوشته آقا کام داون، آقا رضا پهلوی هم گفته سیستان و بلوچستان یا بیاین بیرون. مرده که نمیگه من حتی میام اقلا دم پاکستان، تو پاکستان توی هتلی وای میسم. خب بیان بیرون که چی بشه؟ بیان بیرون که چی بشه؟ تعداد بیشترشون کشته میشه. اون بدبخته ملا نمیدونم چی که اونجا هست به مردم گفته آروم باشید، چون اون میدونه خب آقا اینجا تا شلوغ شد از بندر عباس و از این ور از اون ور میکشن نیرو میارن اینا رو میکشن، یه اداره میکشن دوباره یه سری خانواده. مگه این بیچاره کی بود؟ این درویشه اسمش نوشتم اینجا، درویشی که از دنیا رفت یا کشتنش. اپوزیسیونی که فقط شعار نوشت. اگه یکی به شما میگفت که آقا 200 میلیون گویا ودیعه وثیقه میگن چی میگن بیل گذاشت، بیل هم نه باند گذاشت، I don't know، ما قاطی کردیم چهار تا چی بلدیم نمیدونیم کدومش حالا تو این جمله درست. دولت گفته بوده اگه این 200 میلیون بیاری بزنی میتونی بره. خب این اپوزیسیون 80 میلیونی و اینا 200 میلیون تومان، اونم 200 میلیون تومان ایران که به چوسی هم نمیارزه، نتونستن جمع کنن بدن این جوون 30 چند ساله رو بیارن بیرون از زندان. هی نشستن عکسش انداختن با سیبیل، با ریش پروفسوری بدون سیبیل، با تل تو سر بدون تل، بعدم گفتن زندان، بعدم گفتن مرده، بعدم گفتن از یه هفته پیش مرده بود. خب این اپوزیسیون ما اون آقای فرهمند کلایه. ولی شما اینجا میای تو جلسه میگن ظهرم میخوایم نهار بخریم 500 دلار، فوری 500 دلار دست می‌کنی تو جیبت میدی. 500 دلار یکی به من بگه الان به پول ایران میشه چند؟ چرا ندادن اینو جمع کنن؟ خیلی ممنون آقای سعید عزیز. بله صفحه فیسبوک هادی خورسندی رو، اصلا وبسایتش رو گذاشت hadikhorsandi.com. و من نمیدونستم، من فکر کردم اون اصغر آقا تو ایران فقط منتشر میشده، بعد تو خارج به اصطلاح به صورت فوتوکپی و پولکپی و اینها، ولی 300 تا نسخه بعد درست شده بوده. بعد دیگه ایشون نوشته به خاطری که رسید به زمان اینترنت و اینها چیز شد. ولی جالبه که آخونده کاری به این چیزها نداره، ایشون رو به اصطلاح حکم اعدامش رو درست کرده. من دیروز دنبال یک کاغذ میگشتم، دوستان وقتی میرید میرید توی ادارات ببینید طرف پشت سرش هی مدرک گذاشته و اینها، بعضی وقتا اگه طرف نیستش برید نزدیک این مدارکشون رو بخونید. مثلا این یکی یه مدرکی که من 4 ساعت رفتم یه جا شراب خوردم، نوشته این سوربی حالا دیگه متخصص شرابه، ولی یه مدرک بهت میدن، طرف هم یه قاب میگیره میذاره اینجا و شما وقتی میری مثلا میخوای جراحی زیبایی انجام بدی، وای تو ایران میگه هر کسی از راه رسید چاقو رو برداشته این اونو جراحی میکنه، چه حالا صلاحیت دارن چه ندارن. بذاری من از این بالا بخونم بیام پیام از برلین آلمان. خیلی ممنون، صدای تلفن شما خوب نبود ولی همین که لطف کردید زنگ زدید من از شما ممنونم، چون ایرانی ها خیلی تنبل شدن. تفریال مسائل نشون دادم، کارشناس و حقوق مشاور املاک فوتبالیست قدیم آقای حمیدرضا کاظمی رو نشون دادم. اگه میخواین منزلی بخرین، ویلای بخرین در اون شهرستان نور، با ایشون تماس بگیرید. قرن جدید گفتگوی ممنوعه با حسن عباسی، قرن جدید قرن اسلام و ایران است، یه فیلم 2 ساعت خورده ای که از هفته پیش فکر کنم از روز شنبه ما هر روز نشون دادیم. You can order the book from this site too. خیلی ممنون. این توت هم یه او میخواد، یعنی همچنین، بله یه او دیگه میخواد. میگن که از این وبسایت هم شما میتونید. بعد ممنون سام، من بلد نیستم کپی پیست کنم. آقا داداشت آقای مانی خورسندی، ببین من کتاب که میخونم اینجوری یادمه قشنگ نوشته وقتی رفتم اونجا کپی اند پیست. یه چیزی هم برای کپی اند پیست ساخته بود، نمیدونم بابا رو بچسبون. این هادی اگه بشه یه مصاحبه باش بکنیم راجع به این کتابم، خیلی چند سال پیش باهاش صحبت کردم ولی دیگه بعد هر وقت خواستیم تماس بگیریم یه برنامه پیش اومد نشد. الان که همه خونه نشین هستیم، بله راجع به همین کتابا و اینا که صحبت میکنه یه جاش نوشته که ما حالا بو برو بچسب، همین کپی اند پیست اینجوری میشه. و اینا
ببین همه که از روز اول بلد نبودن، مخصوصا من و شما که سنمون بالاتره، باید یه دفعه از یه آدم با حوصله، مخصوصا دوستای همسن خودت سوال کنی، بهت نشون میدن، بعدم تمرین کنی. اگه تمرین نکنی شما یادت میره. من باورت میشه دو سه روز پیش میخواستم یه آگهی بذارم روی تلویزیون مردم، وبسایتی که خودم از سال 2011 دیگه خودم کاراش انجام میدم، فقط یه بار اون آقای سم از فلوریدا اومد لطف کرد برای ما کارش انجام داد، یادم رفته بود، مجبور شدم یه ساعتی وقت بذارم یه ایمیلم به ایشون بفرستم. ببینید دوستان، یادم رفته سم اهل کجاست، نمیدونم نروژ کجاست، اروپایی فکر کنم، و این ساعت 35 دلار 40 دلار میگیره، ولی وقتی من از سوال کردم اینا، بعدش براش نوشتم که خب حساب ما چند میشه، یا به شوخی بعضیا میگن حالا چند بهمون بده کاری، و گفت نه هیچی. ببینید سعی کنید آدما وقتی براتون کار میکنن برای کارشون ارزش قائل بشید. ممنونم از آقای خسرو بهرامی که از ما خواسته بودن فیلم آقای فرامرز دادرس رو پخش کنیم و بعد یه بابتی هم با مانی اوردر از طریق پست، میدونید شما میتونید برید اداره پست و مانی اوردر بخرید. مانی اوردر یعنی مثل چک دولتیه، پولتو میدی به پست، اونا یه چک بهت میدن. خب یه دوستی فکر کنم به نام میگه که زنگ بزنید واتساپ یا مسنجر، فیسبوک جواب میده. چشم، خیلی ممنون. بکنیم شما رو داریم، پارتیمون قویه، مگه شما وزیر تشریفات ایشون نیستی؟ ما رو شرفیاب کن. چی چیزهای مزخرفی میگفتن، شرفیاب شدیم خدمت ایشون. خب بی بی سی رو گذاشته اکبری، اخبار عکس نیکپی شهردار سابق. آها خیلی ممنون. دوستانی که شک دارن عکس مال حداد بوده یا فلان، آقای اکبری این عکس رو فرستاده که واقعا فتوشاپ هم اونایی که چی میکنن بعض وقتا بیناموسی میکنن دیگه، میدونید. حالا اینا آدم های گویه هستن، این حداد عادل و بچه هاش و اینا مثل که خیلی مزخرفن، ولی نکنید این کارو. ببینید میگه این عکسه اون نیک پی بوده، اینا برداشتن گذاشتن حداد عادل، چون امکان نداره که توی یه برنامه این زنه وایسته، این وایساده، فرخ رو پارسا وایسته، این چی کنه دوباره همین. در صورت این فتوشاپ بوده، حالا اون میاد شکایت کنه یا نه، معمولا اینا از هم شکایت نمی کنن چون اینا همشون از یه قماشن. در صورت بازم ممنون، بازم متشکرم که شما دوستان هستید و ما رو یاری میکنید در این به اصطلاح اوضاع و احوال. و اما راجع به این که اگه تو آلمان هستید، من ازتون یه خواهشی دارم، اجازه بدید من یک صفحه ای رو، البته آقای ایران بومی یه جورایی از ایرانی ها هم به اصطلاح دلتنگه، گفت آقا نمیخواد، گفتم نه آقا بذار بعضی از ایرانی ها اونایشون که میفهمن واقعا کمک میکنن، همیاری میکنن که ماها اینجا جون بگیریم. منظورم از اینجا دوستان توی کشورهایی که هستیم، ببینید آقای ایران بومی یه عکس مال تبلیغات انتخاباتیشو گذاشته، جامعه ایرانی نیز میتواند. من براتون میخونم، اجازه بدین این دوربر شد اینجوری درست کنم، بیارمش تو کمرای دو، ببرمش اینجا. بله، جامعه ایرانی نیز میتواند با رأی خود در انتخابات تأثیر گذار باشد. اون کلمه که من دنبالش میگشتم تأثیر گذار بود. کاندیدای مجلس شهر دکتر ایران بومی، دیگه بعدش آلمانی نوشته، بعدش اون شماره 714 نمیدونم چه نوشته، دوستان گرامی به عنوان، بذارید من این نوشته رو حالا براتون بزرگتر کنم، کامرای 3. دوستان گرامی، به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای شهر فرانکفورت، شما را دعوت به همیاری در انتخابات 14 مارچ می نمایم. هدف من برای این دوره انتخاباتی امکان حق داشتن یک آپارتمان برای هر شهروند مستأجر می باشد، چون با همان پولی که مستأجران برای اجاره پرداخت می کنند می توانند صاحب خانه شوند و این بیان کننده عدالت اجتماعی است. به همچنین
خود را موظف می دانم که برای تساوی حقوق شهروندان فعالیت پارلمانی قوی داشته باشیم. امیدوارم که شما با رأی خود در این فعالیت من را یاری نمایید. رفتش ببخشید کامرای دو باید می زدم اگر اشتباهی در اصلا این نوشتم هست و یه لینک هم ایشون گذاشتن که اون لینک فکر کنم شما رو میبره اون صفحه‌ای که با تلفنتون شما میتونید پشتیبانی کنید یا رأی بدین و میگفت که 5 روز وقت دارید برای این کار. بذارید من این لینک رو اینجا بیارم ببینم همینه. بله یکی دیگرش رو پیدا کنم. متاسفانه اون لینکی که راجع به این هست الان پیدا نمیشه. باید اینا رو میبردم تو صفحه خودم future.com. ترامپ نه اینا که لینک های چیزیه که میدونید که آقای ایران بومی وقتی که فرزندش در یه تصادف کشته شد ترامپ احمق با وجودی که ایشون ویزای 10 ساله داشت اونجا اقامت داره چندین بار اومده آمریکا و رفته جزو همون به اصطلاح کل پوکی و نادانی ترامپ که ایرانی ها رو با بمبگذارهای تروریست و اینا یکی دونست اجازه ندادن ایشون بیاد. و اتفاقا من گفتم شما کیس خوبی دارید میتونید به اصطلاح شکایت دولت آمریکا، درست دولت ترامپ بوده ولی بیاین اینها رو ببرید دادگاه، چون وقتی میبرید دادگاه چیز میشه. و اون لینک رو اگه کسی میتونه از وبسایت آقای ایران بومی، چون من ازشون خواستم که اون لینک رو برای من بفرستن که ما از اینجا بتونیم روی اون لینک کلیک کنیم و به اصطلاح اون قسمت آلمان که 5 روز شما وقت دارین این کار رو انجام بدید، چون با اون کار اینا باید به دستشون برسه تا شما در انتخابات 14 بتونید شرکت کنید. اگر الان زنگ بزنی وقت چیز مهمی در رابطه زمان شاه بگویم. بذارید ببینم، ما که با فیسبوک نتونستیم با شما تماس بگیریم، ببینیم این بار میتونیم. ضمناً من اوکی خوب شد خودتون زنگ زدید. بله الو جانم بفرمایید. ممنونم. اگه صدای تلویزیون کم کنید که با هم با کامپیوتر یا هر چی صحبت. بله ممنونم. خیلی ممنون. شما چطوری؟ آقا برای ما دردسر درست کردی یا برای همین؟ بله بله بفرمایید. روزی که دردسر نباشه پایان زندگی ما. دقیقاً شب خوابمون نمیبره. ازم به حضور شما داشتید اشاره میکنید به زمان شاه، ضمن اینکه ما خودمون، بنده خودم عرض میکنم، تا مدت مدیدی فکر میکردم شاه خیلی خوبه، اطرافیان بدن. خب اون موقع عقلمون همینقدر میرسید، ادوکیشنمون در زمان جوانی اون مقدار که داشتیم اونطوری فکر میکردیم. بعد ما اومدیم خارج بازم که مقدار اشتباه میکردیم، ولی بعدا پخته شدیم دیدیم نه آقا، قضایی ها رو چون نیک بنگری یه شکل دیگه است. در این رابطه من یه چیزی دوتا خاطره عرض کنم خدمتتون. زمان شاه، من خب زمانی که جشنای 2500 میثاق بود توی دربار ایران راننده یه شخص بسیار محترم و مهمی بودم که دائما میرفتم تو کاخ ها و میامدم. یکی این که بعد از این جشنای 2500 میثاق من رفتم شیراز برادرم رو ببینم تو شرکت نفت. دورایی تخت‌جمشید یه تصادف کردم، پیرو این تصادف 3 نفر زخمی شدن، البته منم مقصر نبودم. به هر حال قرار بشه بریم از اینا رضایت بگیریم. یه دهاتی دم این دورایی تخت‌جمشید یه خودی به طرف شیراز میرفتی، یه پاسگاه ژاندارمری بود، یه مثل کوچه مانند تو دهات میرفت. اینایی که ما باید رضایت میگرفتیم تو این دهات بودن. با یه آقایی که اهل شیراز بود، دوست ما بود، تو برق شیراز بود، این اومد کمک ما بکنه بریم رضایت بگیریم. مرد پخته ای بود. من دیدم یکی در میون از این خونه های توی این دهات آدمای شیخ میان بیرون، آخوند. من فکر کردم اینا آخوندن. بعد پرسیدم اینجا تو این دهات چقدر آخوند میاد از این خونه ها بیرون، اینجا حوزه علمی است؟ اینا خندید گفت نه مسعود خان، اینایی که شما میبینی اینا شیخ نشینای این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هست، میان اینجا دخترای 12-13 ساله رو میخرن و با خودشون میبرن. این دقیقا خودم شاهدش بودم، دروغ نمیگم، به تمام درستی های دنیا سوگند میخورم. این درست 1 سال بعد از جشنهای 2500 میسال بود. آخوند نبود، حکومت اسلامی هم نبود، اینا هم که دارن بدتر میکنن کسافتن از دم همشون.
اما اون موقع با اون همه ثروت، با اون همه ادعای تمدن، دخترای ما رو تو تخت جمشید، بغل همون دورایی تخت جمشید، به شیخ نشینان کشورهای عربی میفروختن. من اینو دیدم که با دخترای 12-13 ساله این شیخ ها میمدن. یه برنامه دیگه توی دانتان، الو، بله دارم گوش میدم. بله، یه برنامه دیگه، یکی از این روزا که من این خانومی که رانندش بودم میبردم بیمارستانی که ولیت اونجا به دنیا آمده بود، توی جنوبی ترین جای تهران یعنی چهارراه مولوی، این بیمارستان سه تا در داشت. یه در اصلیش تو خیابون مولوی بود، دو تا درش هم یکی تو باغ فردوس اون ورش باز میشد، یکم اون ور باز میشد. ساعت یک بعد از ظهر غذاهای بیمارستان دولتی رو وقتی همه میخوردن آشغالا رو میریختن تو این سطلهای بزرگ 220 لیتری رو درش رو باز کرده بودن، میریختن اون تو، چندین به اصطلاح بشکه بود، میبردن اونجا. این بیچاره ها، مردم اون منطقه، آدمای فقیر، میامدن تو صف وا میسادن. این یارو که اونجا تو بیمارستان کار میکرد با یه یغلبیر بزرگ برای هر کدوم از این آشغال غذاها پر میکرد، میریخت تو کاسه های اینا. این آخرها دیگه بعضی ها حتی کاسه هم نداشتن، کتشون رو کج میکردن و این میریخ اون تو، و 7-8 نفر مونده بود که صف تموم بشه، غذا تموم میشد. اون آخرها حتی اینا واسه این که بگیرن این غذا رو با هم دعوا میکردن که آقا منم باید یه ذریع بگیرم، اون یکی میگو برو کنار نوبت منه. از این داستانا وقتی که این خانوم اومد، من خواستم بیارمش بریم بالا، یه دفعه اونجا بودیم، یه دفعه بعد کاخ نیاورم بود، بهشون گفتم یه همچین چیزی خانوم این ور مردم انقدر بدبخت. به من گفت دیگه از فردا حق نداری بری اون ور دم اون در، از همین در که من پیاده میکنی میری تو همین دفتر میشینی، نهارت هم میگم برات بیارن همونجا. بله، به این به این میگن صورت مسئله رو پاک کردن آدمایی که عزیز من. بله. این دو تا کوچک نمونه ای که من خودم دیدم، هر کس هم میخواد با من بحث کنه بیاد رو خط ببینه من دروغ میگم یا راست میگم. اینا چیزایی بود که در اوج ثروت ما، در اوج تمدنی و فلان و بیسار و مدرن بودن و مدرن ریزه و پول پترول اویل و فلان ما اون وضع داشتیم. حالا اگه آخوند صد برابرم کمتر بدتر کرده، ننگ برای اینا که بیشتر از اونا جنایت کردن، اما اون موقع اینا بود، ما نمیخواستیم ببینیم. مردم اونایی که یه ذره متمدن شدن از اون حکومت، اینا فکر میکردن که چون خودشون مرفعن و بردن و مقام گرفتن و پول چاپیدن و فلان و خارج کردن و در داخل هم همینطور، اینا خب باید طبیعتاً از این سیستم تعریف کنن. الان تمام دار دستهای رژیم که از بغل اینا میلیارد میلیارد پول خارج کردن تو کشورهای انگلیس و آمریکا و اروپا و همه جا، کانادا و همه اینا، معلومه. شما تا صبح برو بگو آقا این آخونده میده، میگه آقا حرف نزن، سرتفت نکن، برو بکاره، شما داری شانتاج میکنی، دروغ میگی، برای اینکه اینا منافع بردن. اما برید از اکثریت مردم فقیر جامعه ما، پایین شهرهای کشور ما، هر شهری رو شما برید، مردم در وضع بسیار بسیار اسفناکی زندگی میکنن. بسیار ممنونم. اینا واقعیت هست که ما باید یه روز بیدار بشیم. بله. باید بیدار بشیم، با تعصب دیگه حرف نزنیم، با واقعیت حرف بزنیم. من ممنونم از شما. همه به این واقعیت ها برسن. بله. امیدوارم این روز خوشی ماست. به زودی ما شما رو هم داشته باشیم که بیاین هفتگی بگید. همین که ببینید بعضیا مثل شما همون یه جمله ای که گفتید همه چیزا رو یعنی گواهی میده. همون که به شما گفته دفعه دیگه از اون ور نرو، از این ور بیا. یعنی اونا هم اگه نگاه کنی ندانسته یه کاری کردن که خب میدونی چی میگم، مثل اینکه یه درخت داشته باشه تو خونه من بیفته، من به بچه‌ام بگم خب از این ور نریم، بالاخره شب این درخت میفته رو خونمون، ولی اگه آدم عاقلی باشم از همین بچه‌ها کمک میگیرم این درخت رو، یا کاتش میکنیم یا درستش میکنیم، سکیورش میکنیم. من ممنونم از شما، همون جوری که اون روسو رئوفی هر کی بود. در ضمن جناب سوریان، من براتون پیغام گذاشتم در رابطه با همین فیلم حسن عباسی که شما دارید پخشش میکنید. بله. یه توضیح حالی که دیگه ورداشتید اینم بگم از حضورتون. خدا بفرمایید، این آقا 80% حرفاش بسیار بسیار درست، لاجیک، با علم، با آگاهی، با تحصیلات کامل صحبت میکنه. در 15% به نظر من مسائل اسلامیشه که ایشون اعتقاد داره جنریشن جنریشن، پدرشون پدر بزرگ همه مسلمون بودن، همینطوری اومده جلو، یک باوری به اسلام داره. البته بازم چون نیت بنگری اسلام این آقا مسلما با اسلام خیلی 90% از آخوندها که حکومت رو گرفتن و دارن بیراه میرن و ضد به قول ایشون ضد اسلام هم میرن فرق داره، ولی خب
یادمون نره این آقا در ایران داره زندگی میکنه و با اون وضع موجود داره اینطور داره شهامت به خرج میده، حرفای درست رو میزنه. شاید اگر اون فشار نباشه اون 10-15% هم شکل دیگری بیان بشه. من البته این نظر من. ولی آقای کردار شما متوجه شدید اون جوونه خیلی قشنگ ازش سوال میکرد خب با این فلسفه‌ای که میگی چرا تو این 40 سال هیچ اتفاقی نیفتاده؟ چرا؟ ولی درست. این هیچ کدومو جواب نمیده. عینی نوار توتیوار، عینی که دوباره همون چیزایی که خونده تو جلسه قبلی گفته تو این جلسه هم میخواد بگه. من نمیفهمم اینا. خب بدونید میگن مش نمونه خرواره، یا یکی میپرسه آقا از A to Z مثلا شما چقدر پیش رفتید؟ شما اگه مهندس ساختمون، خب اینا هم یه مهندسه یا حکومتی هستن. شما آقا این حکومتی رو که قول دادی امروز کجا هستی؟ فعلا فاندیشن رو کندی، بیسمنت رو نمیدونم فلان کردی، هی برمیگرده از اول تعریف خوبی ها رو میکنه ولی هیچ خبری نیست. و اون یکی هم که شما گفتید فردا هم اینایی که از بر اینا خوردن میان میگن خیلی هم خوب بود، من بارها گفتم ای داد بیداد، ما الان 50-60 ساله هنوز داریم میگیم نمیدونم پل راه آهن و قطار راه آهن، از فردا هم لابد این بچه های آخوندا میان میگن ما بابامون تلفن بیسیم براتون آورد، کامپیوتر آورد. والا خیلی ممنونم آقای کردار، لطف کردی. دقیقا همینطوره. برای همینم جناب سوربی این برنامه رو که میذاری من انتظار دارم بیان مردم راجع به این بحث و نظر و اظهار نظر کنن، بازش کنن، اون جایی که همونطور که شما کشف کردید دوتا سوال شد 10 تا سوال دیگه هم از برنامه ایشون درارن، مردم صحبت بکنن، هم خود این آقای درسی بگیره بقیهش هم یا بتونه بره کامل کنه خودشو، یا اگر به عوام فریبی داری میره دست برداره. به هر حال باید اینا به بحث و مناظره گذاشته بشه، مردم از توی اینا اون آگاهی های لازم رو بگیرن. هدف من این. ممنونم از شما، سپاسگزارم از وقت. خواهش میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید، به امید دیدار. بله خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای مسعود کردار بودیم. اون فیلمی رو که ایشون درباره‌اش صحبت میکنه این هست. این ویدیو رو تماشا کنید، پس از تماشا نظرات خود را با نوشتن کامنت یا با گذاشتن پیام به ما ارسال کنید. در برنامه آینده نظرات شما پخش خواهد شد. اگر هم مایل بودید می توانید در برنامه مهمان ما باشید. ببینید مشکل آقای مانتی فاطمی این بود که شروع کرده بود به این آقا فحش دادن و بعدم به من که آقا تو خودت علامه دهر میدونی. گفتم آقا شما حالت خوبه؟ خدای نکرده واکسن زدی یه کمی حالت متشنج شده. من همیشه گفتم من نمیدونم، بلد نیستم، میخوام یاد بگیرم. خب آقای سم آمده اینجا خیلی قشنگ گفته امان از کمدانی و پر ادعایی. کدوم تمدن؟ ایران جمهوری اسلامی چه غلطی در دنیا کرده که که قرن ایران بشه این قرن؟ ایجاد ثروت برای مردم اختراع کرده، اکتشاف کرده. اسلام در قرن اخیر به جز ویرانی و کشتار چه ارمغان سازنده‌ای به دنیا ارائه داده؟ به جز یک مش لاتعالات فکر کنم ایران را با چین و آمریکا عوضی گرفته. جالبتر این که این آقا به فرمایشات ترامپ استناد میکنه، اونم فرمایشات انتخاباتی ترامپ که بر همه واضح بود. ترامپ هر مزخرفی از دهنش در میاد که نشون بده ترامپ آمده آمریکای ویران را آباد کنه، آمریکای ویرانی که فقط ترامپ اسمش را می آورد. هیچ آمریکایی چنین عقیده را نداشت که آمریکا ویرانه است و ترامپ آمده آبادش کنه. یک مش شعارهای منفی که مملکتی را خراب نمی کنه. بیدار شو، از ایران 100 سال از تمدن دنیا عقب مونده چون واپسگرایی مثل این دلقک، منظورش حسن عباسیه. بعضی ها میگن این دکتراش از کجا گرفته. آقای امیر نعمت الله گفته که he says the government people owe the IRGC billions of tuman. ایشون هم دلایل آورده و اینها. اولا اگر آقای امیر نعمت الله لطف میکرد به فارسی مینوشت که ما بتونیم با فارسی بخونیم اینجا، بعد راجع به در رودخونه کارون و اینها صحبت کردن. آقای کامیار شکیبا گفتن امثال خامنه‌ای و ایشون 10-15 ساله از افول آمریکا میگن، ما به روششون خندیدیم و گفتیم چرند میگن، اما یکی دو سال اندیشمندان بزرگ جهان دارن همینو میگن و اخیرا رسانه‌های معتبر هم دارن همینو میگن، به علاوه داریم آن را به چشم میبینیم. پس من به خودم باید شک کنم که حرفای اینا رو نفهمیدم، مثل خیلی موارد که 10-20 سال قبل میخندیدم ولی حالا سیلی حقیقت رو خوردم. بنابراین به بقیه تحلیل ها و تئوری های ایشون دیگه نمیخندم. اگر برام ملموس نیست میذارم به حساب آگاهی
کم خودم، بقیه دوستان نیز خود بدانن. سم نوشته ایشون هنرمند نقش دوم سینما بوده. من نمیدونم منظورتون عباسی بوده یا عکسی که انداختید یا این عکس جوونیشه. فکر نمیکنم این عکس جوونی این باشه، چون عباسی یه آدم کوتوله ای باد باشه. بعد دیده بودم که قبلا هم راجع به فیلم صحبت میکرد، گویا یه فیلمی هست به نام 12 استرانگ، 12 نیرومند، و ایشون تحلیل کرده این فیلم رو. و منم پرسیدم که منظورتون کیه، ایشون حسن عباسی کی؟ و آقای ضیا خلیلی گفته کاش اولین سوال از ایشون این بود که ایشون دکترای چی دارن، از کجا، چه سالی. بعد دوستی هم لطف کرده، آقای محمد سلیمیام گفته آقای سرابی، من فامیلیم سربیه ولی خیلی جاها، اتفاقا یه دوستی داشتم تو همدان اون فامیلی سرابی بود و خیلی جاها به من اشتباهی سهرابی میگن، سرابی هم میگن و من سربی هستم، همون سرب، اون فلزی که باهاش اصله، باهاش گلوله میسازن. دلیلش هم اینه که شغل پدر بزرگام اینا تو بازار به اصطلاح همون گلوله ساختن و باروت و اینها بوده. بعد ایشون راجع به ویکی‌پدیا صحبت میکنه، من نوشتم دکتر عباسی مانند کمپوزیسیون خارج از کشور تلاش میکنه همه چیزهایی رو که یاد گرفته پشت سر هم ردیف کنه، دانش خود را به رخ جوانان بیچاره میکشه. آیا هیچ پرسشی را ایشون پاسخ داد؟ من که نشنیدم، شما چی؟ باز این فیلم رو میذارم و یه چی براتون بگم. من چون دبیر بودم، دبیر خوب اینه که وقتی میاد تو کلاس به دانش آموز، به هنر آموز، هنرجو، هر کی که نشسته اونجا، یه احساسی بده که تو فکر نکن هیچی نمیدونی، منم امروز اندازه تو میدونم و با هم میخوایم بریم یه چیز جدید یاد بگیریم. ولی ما داشتیم، من یادم یه آقای بود، آقای علوی مقدم، اصلا تو ایران تو شیراز خیلی معروف بود، یه عینک دودی هم میزد، حالا نمیدونم خدا میدونه زیر چشش سیاه بود، خانمش میزد کی بود، قد بلندی هم داشت، این میمد اینجوری هم راه میرفت که همه فکر کنن واو یه ابهتی. بعد یه آقای دیگه بود، آقای رعنایی، که مدرسه خصوصی همایون سر خیابون ناده، باسکول ناده کجا بود، اونو داشت. اینا وقتی میمدن فکر میکردن به این وسیله زهره چشم میگیرن از بچه ها که دانش خودشون رو همون روز اول به رخ طرف بکشن، دوتا فرمول بزرگ بگن، دوتا تعریف گنده مونده چیز کنن. بعد یه آقای بود، آقای گلشنی، بدبخ از صبح مست بود، اصلا میلنگید، یه زنجیری هم تو جیبش بود در میبرد، حالا یکی تسبیح دستش بود، این زنگین اون فکر میکرد که خیلی لاته. حالا مثلا اون موقعی که ما 13-14 سالمون بود، خب من مثلا کلاس نهم 9 و 6 15 سالمون بود هنرستان میرفتیم، این اون موقع فکر کنم 60 سالش بود یا از 50 سالای بود که از بس عرق خورده بود، پیر بود، مثل 60 ساله ها بود، پاشو میکشید به زمین، ولی هنوز احساس میکرد که خیلی به اصطلاح لاته، یا جعفر میگن، بس که تو ایران الان به جای چیزا اینا میگن جعفر. سوربی عباسی خودشه هنرپیشه، نه چندان موفقی بود، من کلیپ فیلمش رو هم دیده بودم، ولی این آقای با اون قیافه فرق میکنه. البته خب خیلی همون جوانیمون فرق میکنه. من دیشب یه فیلمی میدیدم که آقایی که تو من و تو اخبار میگه، موش سفید اینجوری چی میزنه، ژل میزنه و اینا، این توی اون برنامه مال رقص و شعر یادت نره و اینا چند بار به عنوان تماشاچی بود، ولی با یکی که صحبت کردم میگه نه این اون نیست، من گفتم به نظر من این اون هست. حالا اون مهم نیست، یه وقت طرف هنرپیشه باشه بعد بره یه کاری بشه. آقا گفتی هنرپیشه، سینمای ایران چه گندیه واقعا، بعد از این فیلمای بد که آدم میبینه تو خودش چه کثافتیه، این زنها چه جوری افتادن به جون هم دیگه، اون بعد اونو میگه که اون ساعت یک با اون رب بیرون، اون بعد اونو میگه که کارگردانه زنگ زد گفت بیا خونه عرق دارم با هم بخوریم، خلاصه همه هر چی دارن و ندارن. چون این فیلما من فکر نمیکنم پول بسازه، میگه طرف فیلم میسازه، خودش بلیتای خودشو میخره که بگه خیلی فروش داشتم. باورتون میشه؟ از ایران هرچی بگی باورمون میشه. خب ممنون، متشکرم. بذار ببینم من اینجا چی دارم. کلاب هاوس، دوستان اگه کسی عضو کلاب هاوس شده برای من دعوتنامه بفرسته، چون یه سوشال میدیای جدیدی اومده، انگار همه اینایی که داشتیم کممون بود. البته خود ما آدما هم کرم داریم، مرض داریم. منم مثلا تا شنیدم کلاب هاوس میخوام ببینم حالا این چیه،
چه چیزی این میده که توی فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم وبسایت و اینها نداریم، یوتیوب نداریم، میخوام بریم تو این، گویا تو این فقط حرف میزنن. اینا 9 نفر بودن، اول برای خودشون میخواستن درست کنن، بعد دیدن خب این اونو دعوت کرده، این اونو دعوت کرده، زیاد شده، حالا میخوان اکسپندش کنن. ولی خیلی جالب بود، آقای اردوان روزبه گفت من رفتم توی اتاقی، اسم این اتاق سکوت بود و هیچ که حرف نمیزنه، همه میرن اونجا. گفتم آقا من ثبت نام کن، من احتیاج دارم بیام اونجا که نه کسی حرف بزنه نه خودم حرف بزنم. یادتونی یه مدتی یه چالش یا چالش را افتاده بود، صداهای عجیب غریب میساختن. مثلا یکی میرفت، شیرازی ها به رنده میگن کوتراش، میرفت کوتراش میورد با ناخونش میکشید روش، یکی مثلا بروس میکشید تو سرش. صحبت از بروس شد، یه بروسی دارم اینجا گاهی وقتی میکشم رو موهام. بله اینه، این بروسا یادتونه و وقتا که جوان بودیم میذاشتیم تو جیبمون و اینجوریه که کم جا بگیره، از بس مو داشتیم وقتی این میکشیدیم هر از مدت این دونه هاش میشکست میافتاد، حالا از بس مو نداریم هرچی میکشیم هیچ خبر نیست. ولی بروسای خوبیه، اینا رو برای دوش و تو حموم و اینام رفتن خوبه. به نفع بگم از ایران یه 50 تایش بیاره، میشه اینقدر هر کی میخواد یه پولی بفرسته تلویزیون مردم حمایت کنه. دوستان حمایت حمایت، خجالت بکشید، حمایت کنید، این چه وضعیه؟ حتما باید بیام اینجا به شهرام امامه نمیدونم پرچم و تنبون و این چیزا بفروشیم. و اگه کسی یاسر رو میشناسه یا باشون در تماسه حتما بگید با من تماس بگیره، بگید بدبخت این فخرآور حالا دیگه تو رو گذاشته سر کار، از تمام این بلنگوهایی که مجانی استفاده کرد و اونا دیگه بهش مجانی نمیدن وقت، حالا اومده تو رو گیر انداخته. خب فیسبوک و اینستاگرام رو گفتم یکی شده، بذارید من یه عکس بهتون نشون بدم. حتما یادتون هست که چند سال پیش آقای پتیک مهدسیان، این دوست خوبمون که همیشه تلویزیون مردم حمایت کرده از 5 سال پیشی که ما رو میشناسه و اینها، به اصطلاح یه آگهی اینجا داشت که من با شرمندگی و واقعا این باعث خجالت برای بچه اون که میگم من بچه تیمسارم، این تیمسارا هم حالا بدبخت ها ممکنه بچه هاشون آدم های خوبی باشن و هر آدم ناخلفی بگه من بچه تیمسارم، پتیک از من خواست که دوباره یک خاطره از این بروس دارم، یک روز خواهم نوشت. ببین تو باید بنویسی، تو بگی من خاطرم یاد میفته. ببخشید به شما میگم تو، چون مثل داداش خودم دوست دارم، به شما میگم تو. بله این خاطرات و این بروس و فلان، نه ما از هر چیزی که بگی خاطره داریم و همین خوبه، دور هم جمع بشیم خاطراتمون بگیم، گاهی وقتی هم نظرمون رو درباره سیاستی که من و شما هیچ دخالتی نمیتونیم توش داشته باشیم انجام بدیم. من اینجا نوشتم این هندیمن به ایرانی من نمیدونم چی باید گفت، کسایی که همه کار انجام میدن. بعضی‌ها میگفتن این فلانی آچار فرانسه است، یعنی همه کار انجام میده، ولی من تا اومدم اینجا کلمه‌ای به اون صورت برای هندیمن نداشتیم. احتمالاً حتما الان تو ایران هست یه کلمه‌ای که کسایی هستن که شما یه کاری کوچیک داری لازم نیست به شرکت‌های بزرگ زنگ بزنی، میاد طرف، بعضی‌هاشون بازنشست هستن، مثل پتیک نمیتونه تو خونه بشینه، تو خونه بشینه مریض میشه، این میخواد کار کنه. و چند سال پیش متاسفانه وقتی آگهیش گذاشت اینجا، اون کسی که هی به ما زنگ میزد که بچه تیمسارم و فلانم و بیسارم اینا، زنگ زد به پتیک رفت یکی دو روز براش گرما کار کرد، اون بالای پشتبون و یادم کار قیر و رنگ و اینا بود. بعد اون نامرد یه چک بهش داد، توی آمریکا چک یعنی پول، و وقتی چک رفته بود بانک پول نداشته بود، نیزشته بود. من به پتی گفتم اینو باید ببری دادگاه سوش کنی تا یاد بگیره به کسای دیگه این کارو نکنه. پتی گفت آقا این آدما برای من اصلا ارزش ندارن، و این نشون دهنده همه فن حریف. آها خب اینم آخه این همه فن حریف بعضی وقتا بده، عکس العملی که از مردم میگیری بده، ولی اگه اینو تو ایران استفاده میکنن اینو می‌نویسین. در اصل من این عکس رو پیدا کردم، نوشتم کارهایی رو برای شما انجام میده که همسر شما انجام نمیده. حتما دیدید، شما هم ممکنه به شوهرتون میگید آقا این کموده درش افتاده، این نمیدونه پرده کج شده، این چراغ سوخته، هی میگه حالا یادش میره، صبح میره سر کار میاد یادش میره، ویکند میاد یادش میره. بعضیا میگن به خاطر این چیزها اصلا اختلافم درست نکنیم بین
زن و شوهر و اینها، میگه راحت زنگ میزنیم یه نفر میاد اون وارد وسیله داره، به جایی که شوهر شما از نردبون بره بالا بیفته دو تا نردبون رو ببنده به بند با هم دیگه که بلندتر بشه، اینا وسیله دارن، چون وسیله دارن کارا رو هم زودتر انجام میدن. و پتیک به غیر از وسیله انصاف داره. اگه تو محله تو لس آنجلس هستید و اینها، پتیک میتونه کمکتون کنه. البته یه آگهی داشت که وقتا تو روزنامه‌های لس آنجلسی زده بود، نوشته بود توی منطقه، الان یادم نیست، منطقه‌ای که خیلی پولدارای لس آنجلس هستن، هنرمندا هستن، نوشته بود اونجا کار نمی‌کنم. گفتم چرا، دوره؟ گفت نه دوریش نیست، اینا آدمای بدین کلا و چون پولدارن هم با دیگران بد رفتار میکنن هم میخوان حق دیگران رو بخورن. گفتم خب حتما این کارو کردن. پتیک هندیمن یا پتیک همه فن حریف کارهایی رو برای شما انجام میده که همسر شما پشت گوش میندازه انجام نمیده. فکر بد نکنید. در صورت سعی میکنم شماره تلفنش و ایمیلش هم بنویسم، روی مردم تیوی هم پست کنم تا بتونید مستقیما با خودش تماس بگیرید. بله میگن بله ما ایرانی ها از کلمات چند منظوره استفاده میکنیم، بسته به موقعیتش داره. اینم کاملا شما درست میگی. بعض وقتا ما میخوایم بگیم یه نفر خیلی آدم کاریه، میگیم آقا پسر حمالیه، یعنی خوب زحمت میکشه. بعض وقتا میخوام به طرف فوش میدیم، میگیم آقا این بار ولش کن حماله. در هر صورت اینم برنامه امروز ما. خوشحالم که آقای فرزاد نیساری هم اینجا هستن و ایشون هم گهگاهی برنامه میذارن با دوستانشون، حتما از فیسبوکشون دیدن کنید. اونایی که احوال آقای سعیدی رو میپرسید، آقای سعیدی قرار شد اولین جمعه هر ماه برنامه داشته باشن اینجا. ماه قبل گفتن حالم خوب نیست، نمیدونم حالا واکسن زده بودن یا نه. آقا باورتون میشه بعضی از این دوستان واکسن هم که میزنن به هم دیگه نمیگن؟ خب بنده 15 فوریه رفتم واکسن زدم که تازه بعدم فهمیدیم اینا که برای ما ایمیل فرستادن دیدن یه سری واکسن رو باز کردن، اگه امروز و فردا نزنن خراب میشه، میرزن دور. و اون روز به دلیلی که اینجا یخبندون بوده خیلی ها جرئت نمی کردن برن بیرون، ما بی مغز پیدا شدیم رفتیم واکسن زدیم. حالا سه هفته دیگه هم میریم دومیش میزنیم. خب این چه عیبی داره من به ایرانیا بگم؟ چرا ما یه جامعه ای ساختیم خودسانسور؟ ولی برنامه ای که دوستان ببینید، من وقتی یه نفر میاد تو تلویزیون مردم برنامه میذاره، بارها بهشون گفتم شما احتیاجی من نداری، شما میتونی خودت هم این تلفنتو بگیری دست الان بزنی روشن کنی برنامه بزنی. ولی کی اونجا هست که تو رو ببینه؟ خودت هستی یا چهار تا دوستت؟ اون دوستا هم دو بار که بهشون بگی آقا بیا برنامه من نگاه کن، تازه اگه روشن کنه میره توالت و میاد و فلان اینها، بعدن میبینی به یه وسیله میگه آقا دیگه من اصلا اکانتم بسته شد در میرم. اینه که اشتباه نکنید. کسی که 20 سال این برنامه رو گذاشته، درسته ما 100 هزار نفر نمیبیننمون، ولی همین یوتیوب برید نگاه کنید. حالا همین فخرآور اتفاقا تو برنامهش میگه اون چند نفری هم که زنگ زدن دخترمه و پسرمه و اینا بودن. والا خدا بیامرز دخترمه من و عمه‌های من و چندین سال، اصلا از میتونم بگم از 2005 که من رو یه بار رفتم ایران اومدم با هیچ کدوم از اینا حتی تلفنی هم در تماس نیستم. بماند گیرم که دخترمه من زنگ بزنه، بدبخ اقلا یه بیننده داری. در هر صورت دوستان اگه خواستید، هر کسی میتونه در تلویزیون مردم برنامه خودش رو داشته باشه یا برنامه دیگران رو اینجا نشون بده. من برای بهرام آبتین نوشتم، برای اون خانم الان اسمش یادم نیست، چون نام اسمای مستعار دارن، اسمای خودشونو دارن، اسمای فعالی دارن، من اصلا حالیم نیست از این چیزا. و برای دوستان نوشتم هر کسی میتونه برنامه خودش داشته باشه، هر کسی میتونه فیلمای دیگران یا برنامه‌های دیگر رو اینجا پخش کنه. و اما یه تلفنی هم می‌خوایم بزنیم به آقای فریدون وهابی تگزاس. آقای حسن ارشاد 307مین برنامه رو داره، برنامه بسیار جالب و خنده‌داریه نسبتاً، که خاطرات خلیل شهیدی خادم برجسته عبدالبها رو برای شما بازگو می‌کنه. فیلم در خونگاه، من نمیدونم این اسم یه محلیه یا نه، اون رو برات نمیخوام براتون پخش کنم. من دیدم، من خوشم نیومد، هی نگاه کردم تا آخرش ببینم چی میشه، دیدم اصلا واقعا آدم دیوونه میشه. اینم از این. بنز، ماشین بنز سواری در ایران 18 میلیارد تومان.
خب البته همینجا بنز هست 200,000 تومان، منم بنز داشتم 7,000 تومان رفته بودم دم دادگاه خریده بودم، یعنی همه جا هست. ولی یه هنرپیشه راجع به بنز هم صحبت میکنه و اینها. و بذارید ما یه زنگی هم بزنیم به این آقای وهابی، چون اون روز یه تلفن دیگه بود و من امروز بعد دیدم ایشون پیغام گذاشته، گفتم دیگه تو برنامه زنگ بزنم. فکر کنم ایشون از تگزاس هستن. پنج دقیقه دیگه میریم با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود و اگه بشه 3-4 دقیقه با ایشون صحبت کنیم، اگه نه براشون پیام میذارم. اون سوالی رو که ایشون پرسیده بود درباره 2,000 دلاری که ترامپ داده. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. من هفته قبلم به اون تلفن دیگتون تماس گرفتم، اونم رفت رو پیامگیر، پیام گذاشتم، نمیدونم پیام ها رو میگیرید یا نه. در هر صورت درباره اون سوالی که شما کرده بودید، اون 600 دلار شما درست میگید، بودجهش تصویب شد، پرداخت شد. این 1400 دلار دوست عزیز هنوز تصویب نشده و بایدن اتفاقا دنبالشه و ترامپ و یاران قارش اونا بودن که نمیخواستن بدن، و الا هم بایدن و هم خانم نانسی پلوسی اینا میگن باید به مردم 1400 دلاری که میدیم بدیم، 3000 دلار هم بدیم، چون مردم وضعشون بده. در صورت اگه دوست داشتید باز تماس بگیرید، خوشحال میشم با شما صحبت کنم. شما از حمایت کردن پرسیده بودید، من براتون یه لینک فرستادم، نمیدونم با اون تلفن گرفتید یا نه، ولی روی تلویزیون مردم برید دوستان، مردمtv.com یه لینک هست، همیاری لطف کنید، همیاری کنید قبل از اینکه ما دیگه تصمیم بگیریم که آقا این ملت دوست ندارن ما رو، ما برای چی میایم اینجا، یا ببخشید به اون نتیجه برسیم که نه اونو نمیگم. ببخشید اینو آقا بارها هم گفتن تو تلویزیون ها که اوکی. پتیک هندیمن همه فن حریف هم اینجا خط بزنم. خانه اجاره‌ای که آقای ایران بومی میگه که به اصطلاح کمپین لوگوشون اینه که چرا تو خانه اجاره‌ای باشید. دوستان نگاه کنید، شما وقتی اجاره میدید هیچ چیزی رو پولتون نمیاد، پول از بین میره اصلا. بعد وقتی خونه میخرید، الان هر چی نگاه کنید تو تاریخ، معمولا اصلا به همین خاطر به خونه و زمین و اینا میگن ریل استیت، یعنی یه چیزی که حقیقیه، وجود داره، خونه ها میره بالا. ایشون میگه آقا این روزا که اینترست ریت، سود بانک و اینا انقدر کمه، چرا یه کاری نکنیم که مردم خونه دار بشن که بتونن به اصطلاح چه کار کنن، اجارهی که میدن بشه قسط خونه شون، بعد از 2-3 سال یه چیزی داشته باشن، یه پولی براشون مونده باشه، بتونن اگه بازنشسته شدن به اصطلاح یه پولی توی این خونه داشته باشن. بالاخره خونه داشتن بهتر از خونه اجاره‌ایه. حتما یادتون باشه شهرام ایران بومی رو اگه تو آلمان هستید و تو اون منطقه که میتونید برای ایشون رای بدید حمایت کنید، و امیدواریم که ایشون هم بعدی که نماینده شد به قولش عمل کنه. آقای بایدن بهش گفتن این کارو نکن، گفت نه من قول دادم راجع به 1400 این کارا انجام میدم. ولی مایلم با این آقای وهابی که به نظر میرسه طرفدار ترامپه یه صحبتی داشته باشم. اون آقا یا خانم روسو رعوفی هم اگه دوست داشت میتونه مثل آدم بیاد قشنگ با هم صحبت کنیم. و دوست عزیز، حتی رضا پهلوی با این نادانیش خودش گفت البته که در دوران پدرم کمبودهایی بوده. حتی خود شاه اومد اون پیام رو خوند، گفت رأی‌گیری قاطی‌پاتی بوده، غیر قانونی بوده، فلان بوده. حالا بعضیا میگن این حسین نصر نوشته. آقا حسین نصر هم که نوشته، این که خوندش میتونست بگه قبول ندارم، میدونست که خراب کرده، دیگه دیر بود. بیاین با هم صحبت کنیم، بریم سراغ آقای امیر حسین لادن که اینجا سوالا رو نوشتم. رضا خان، رضا شاه در چارچوب، بله اجازه بدید که من
اول مشخصات تماس با دوستان، هم آقای امیر حسین لادن و هم دیگر دوستان در اندیشه، در اندیشکده آگاهی و شناخت رو اینجا برای شما بذارم. بعد تشکر مخصوصی داشته باشم که ایشون این وقت از روز، یعنی ساعت 3:30 بعد از ظهر آمریکا، واقعا ساعت خوبی نیست، مخصوصا اون هم روز جمعه. من به نوبه خودم از شما ممنونم آقای لادن، و باور کنید در طی هفته حتما یکی دو بار از گفته‌های شما استفاده می‌کنم یا از چیزایی که از شما یاد گرفتم استفاده می‌کنم که زندگی بهتری داشته باشم. از این بابت از شما ممنونم، خیلی ممنون که با ما هستید، خیلی خوشحالم از این بابت. سپاسگزارم از محبتتون. درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و همگانانمون. من خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. متشکرم. آقای امیر حسین خان لادن، این ماجرای رضا خان، رضا شاه، وقتی نوشتید اول طرف مثل من حتی وقتی خوندم فکر میکنم شما میخواین توهین کنید به رضا شاه که گفتید رضا خان، ولی اونایی که تاریخو میدونن میدونن که این رضا خان بود، بعد رضا شاه شد، اون وقت شما چون استناد کردید به تاریخ و اینها اینجوری نوشتید. ولی خیلی جالبه تیتر این مقاله، من مقاله رو خوندم، خیلی جالبه، به دوستانم پیشنهاد میکنم بخونم. در حینی که شما صحبت میکنید من لینک اون مقاله رو برای دوستان روی فیسبوک میذارم و اگه دیگران هم برای هم دیگه به اشتراک بذارن ازشون تشکر میکنم. شما توی این نوشتید که رضا خان، رضا شاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها. در این مقاله که در رابطه با صدومین سال روز کودتای 1299 است، شما نوشتید که عده‌ای به جای بیان حقایق و به نمایش گذاشتن واقعیت‌های آن دوران، در تلاش برای عیب پوشی و گناهشویی دوران رضاخان، رضاشاه هستند. به جای روشنگری تنها به دنبال بت‌سازی و مرده‌پرستی می‌باشند. حالا سوال که یکی از بینندگانم پرسیده اینه که شما میگن چون شما مخالف سلطنت هستید این گونه می‌بینید. برای دوستانی که اینجوری فکر میکنن شما چه پاسخی دارید؟ خب ببینیم، این پرسش در ظاهر و بدون بررسی میتونه منطقی و عادلانه باشه. من این پرسش رو میخوام در دو قسمت، در دو بخش بهش پاسخ بدم. نخست این که باید بگم من با سلطنت مخالف نیستم، با سلطنت خداسالار و با سلطنت مطلقگرا مخالفم. تفاوت بین اینا از زمین تا آسمونه. سلطنت خداسالار مدعی مشروعیت الهیه، یعنی شاه تابع قوانین زمینی و مملکتی و مردمی نیست، مدعیه که سلطنت محبت الهیه، خدا شاه میهن. سلطنت مطلقگرا نه ارزشی برای مردم قائله و نه در خدمت مردم. تنها سلطنتی که میتونه مورد پذیرش باشه سلطنتی که شاه نقشی در اداره کشور نداشته باشه. اداره کشور در دست دولت منتخب مجلس باشه. یعنی چی؟ یعنی دولتی که منتخب مردم و خدمتگزار مردم. گفتم پاسخو میخوام در دو قسمت بدم. قسمت دومش اینه، باید به تصویر بزرگتر و مهمتر از دید و برداشت شخص یا اشخاص نگاه کنیم. مهم نیست که من موافق یا مخالف باشم، اصل موضوع ایرانه. اصل مطلب دانستن حقایق و شناخت واقعیت هاست. عنوان مقاله رضا خان، رضا شاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها. پس اجازه بدین ببینیم این حقایق و واقعیت ها چیه و اونا رو با هم مرور کنیم. من توی یکی از گفتگوهامون که در مورد انقلاب 57 بود پیشنهاد کردم و پافشاری کردم که باید تکلیف خودمون رو با مسائل مشخص کنیم. خاطرتون باشه گفتم که این انقلاب مردمی 57 هنوز یه عده قبول ندارن انقلابه،
یه ده میگن شورش رویداده. این انقلاب، شورش یا رویداد خودمون به وسیله ملت ایران بود یا اینکه عوامل خارجی؟ هنوز ما تکلیف خودمون مشخص نکردیم. آیا اون تظاهرات چند میلیونی خودمون بودیم یا فلسطینی ها و لبنانی ها بودن؟ تنها با دانستن حقایق و شناخت واقعیت ها میتونیم از تجربیات گذشته میهنمون بیاموزیم. کودتای 1299 مانند انقلاب 57 نقش بسیار مهمی در سرنوشت میهن و مردممون داشته، ولی هنوز برای بعضی ها زیر پرسش قرار داره. حتی ادعا میکنن کودتا نبوده، همینطور که در مورد انقلاب ادعا میکنن. در رابطه با این مسئلهی که کودتا وجود نداره، یک مقاله تازگی برای من ارسال شده بود که نویسنده که از یاران سلطنته میگه اصلا کودتا نبوده. من میخوام پاسخ این کودتا نبوده 1299 که یک کودتای انگلیسی بود و از زبان و قلم بازیگران اصلی کودتا برای شما و بیننده ها بازش کنم. نخست چند جمله از رضاخان وزیر جنگ، این تو گیوم است، اعلام هم میکنم که در کجا میتونین این رو پیدا کنین. میگه که این گفته رضاخانه: من از اقدامات خود در پیشگاه عموم البدن شرمنده نیستم و با نهایت مباهات و افتخار است که خود را مسبب کودتا به شما معرفی میکنم. این فکری نبود که فقط در سوم هوت، سوم اسفند، در دماغ ما تأثیر کرده باشد. این از زبان و قلم رضاخان، و اینو کسانی که علاقمندن میتونن در تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران پیداش کنن. بازیگر دوم، جنرال آیرونساید، اقرار میکنه و مینویسه این تو گیوم است: همه مرا معمار آن کودتا تصور میکنن. راستش را بخواهید خودم هم همینطور فکر میکنم. این در خاطرات سری آیرون ساید، نفر بازیگر سوم. سدزیا طباطبایی میگوید با سپهسالار تنکابونی، سپهسالار تنکابونی یکی از افراد گردن کلفت و مقتدر اون زمان، میگه دارم با تنکابونی در مورد اوضاع ایران و برنامه کودتای انگلیسی ها صحبت میکنم. به سپهسالار گفتم سیاست ما سیاست مقابله با بی‌نظمی، تثبیت حکومت مرکزی و کار کردن عاقلانه با انگلیس هاست. سپهسالار پاسخ داد: اگر قرار است انگلیس ها با کسی طرف باشند، خود من چه عیبی دارم که تو سید چلغوز را وسیله کردن. اینو میتونین در کتاب سدزیا مرد اول یا مرد دوم کودتا ببینید. چهارم، اسناد دیپلماتیک آمریکا نشون میده که کاردار هیئت آمریکایی در ایران به نام جان لارنس کالدویل در تلگراف 22 فوریه 1921 گزارش میده کودتا در بست یک حرکت برنامه ریزی شده انگلیسی و با پشتیبانی شرکت کامل آنان انجام گرفت. پنجم، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس در مورد درجه نظامی رضاخان از سال 1918 تا وقوع کودتای فوریه 1921 در ابهام است. ششم، اعلامیه به موقع و اضطراری انگلیس که به دستور نورمن وزیر مختار یا کنسول به انگلیس در تهران بود و به وسیله دبیر اعظم رئیس دفتر رضاخان نوشته شد.
به نام رضا خان نوشته شده و اعلام شده. واژه اول جز کودتا، یک عمل وطن پرستانه از طرف یک سرباز جنگ دیده و جان برکف که از بیحالی و بیلیاقتی دستندرکاران مأیوس شده بود انجام گرفت. ببینین اینم میتونین توی کتاب 55 پیدا کنین. یعنی کودتا از زبان و قلم بازیگران و اسناد. سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای فرزاد نیساری نوشتن که خیانت رضا قلدر بزدل آنچنان ضربه سنگینی به ایران و ایرانی زده است که ما را نه تنها 100 سال عقب انداخت، بلکه باید 100 سال هم زحمت بکشیم تا آنچرا که از دست داده ایم به دست آوریم. رضا قلدر بزدل یکی از ننگهای تاریخ ایران معاصر است. هر وقت ایشون می نویسه من این رضا قلدر بزدل، این دوتا یکم منو به خنده میندازه. نمیدونم شما در این مورد میخواین صحبتی داشته باشید یا من سوالات دیگر مطرح کنم. ببین در درجه نخست متاسفانه من با گفته ایشون که ما رو 100 سال عقب انداخت همراه هم، باید سعی کنیم که در زمینی که باید گفت بیان کرد حقایق و ایشون دارن بیان میکنن، باید ببینیم که چه باید در ذهن کرد، چون این مسائل فقط کافی نیست که عکس العمل نشون بدیم، باید ازش استفاده کنیم، ازش بهره برداری کنیم که این مسائل تکرار نشه. یعنی ایران برای موفقیت، برای رسیدن به اهدافش باید استقلال داشته باشه، نباید وابسته باشه. بسیار ممنونم. شما اول اون یا در آغاز اون مقاله می نویسید که در صدومین سال روز کودتای 1299 که نقطه عطفی در تاریخ تحولات میهنمان می باشد، نیاز داریم دگرگونی های آن دوران را بشناسیم. این دگرگونی هایی که بهش اشاره می کنین کدامند و چگونه؟ ضمناً من این لینک مقاله را هم روی فیسبوک خودم هم روی فیسبوک مردم تیوی در قسمت این برنامه زنده قرار دادم. بفرمایید. سپاس. ببینید اشاره کردیم به نقطه عطف، من فکر کنم این میتونه آغاز گفتگو در این مورد باشه. نقطه عطف یه چرخشگاهه، یه مرحله‌ایه که روش یا جهت به سرعت تغییر میکنه. نقطه عطف نماینگر یک زمان مهم توی مسیر. این کودتای انگلیسی 1299 همون نقطه عطف و چرخشگاه تو میهنمون، زیرا روش و جهت و به سرعت تغییر داد و دگرگون کرد. برای اینه که نیاز داریم دگرگونی های اون دوران رو شناسایی کنیم. اگر حرکات سازندهی بوده قدردانی کنیم، اگر گام های تخریبی و بازدارنده داشته بررسی کنیم، بازبینی کنیم، بیاموزیم که تکرار نکنیم. در زمینی که آگاهی و شناخت شرایط میتونه از فریب خوردن و گمراه شدنمون جلوگیری کنه. در راستای فریب خوردن یه تاریخشناس دهستانی به نام لزک کالپسکی، یه شخصی بود بسیار بسیار دانشمند و از منتقدان معروف کارل مارکس بود، یه جمله‌ای داره که این فکر کنم اینجا ربط داشته باشه در یوم هست. میگه در سیاست فریب خوردن عذر قابل پذیرش و بخشودنی نیست. این پایان یوم هست. خب ببینید این حرف خیلی گنده هست. یعنی هممون میدونیم که فریب نخوردن چه تقریبا غیر ممکنه، کار آسونی نیست. بهترین شاهدش هم فاجعه جمهوری اسلامی تو ایرانه. میلیون ها ایرانی فریب دروغ ها و وعده های پوچ و توخالی خمینی رو خورد. ولی من برداشتم اینه که هدف این تاریخ شناس لهستانی مردم عادی و عامی نیستن، بلکه روشنفکران و تلاشگران و کنشگران سیاسی هستن، کسانی که نمی بایستی بدون بازبینی بررسی به دام می افتادن و به جمهوری اسلامی آری یا نه
لبیک میگفتن و یه ملتی رو سالها گرفتار عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی آخوندها میکردن. مشکل اینجاست که برخی از روشنفکران ما به جای بیان حقایق و به نمایش گذاشتن واقعیت‌های اون دورون، همچون شما اشاره کردین، در تلاش برای عیب پوشی و گناهشویی و تطهیر رضاخان رضاشاه هستن. مشکل اینجاست که به جای روشنگری و آگاهی رسونی تنها به دنبال بت‌سازی و مرده‌پرستی هستن. میخوان با زور، با دروغ، با مغلطه و سفسطه، چشمبندی و شعبده بازی مسائل رو باژگون به نمایش بگذارن. مشکل حضور این اشخاص نیست، مشکل به کجراه کشوندن جوانان، گمراه کردن کمدانان و عوام فریبیه. در راستا با یه بودیگری سفید و سیاه دیدن مسائل، میخوام یه چیزی رو از علی نقی عالی خانی با شما در میون بذارم. اولا علی نقی عالی خانی بیش از 40 سال از یاران و نزدیکان سلطنت بود و پست‌های بسیار مهمی در حکومت داشت، از جمله در 3 کابینه متفاوت وزیر اقتصاد شاه بود. ایشون می‌نویسه پس از انقلاب ایران، این در گیوم است، مخالفان شاه کوشیدن هر چرا به رژیم پیشین باز می‌گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند. از سوی دیگر هواخواهان سلطنت که اکنون در حسرت گذشته هستند، چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمی‌یابند. در ادامه می نویسه واقعیت این است، فراموش نکنید، یکی از یاران نزدیک 40 سال سلطنت شاه میگه که واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و مشارکت سیاسی خبری نبود. علاقمندان اینو میتونن در یادداشت‌های علم در مقدمه بخونن. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. و امروز داشتم یه ویدیویی رو نگاه میکردم از آقای مجید تفرشی، بعد دوست دارم در یه برنامه از شما راجع به این پرونده هایی که به اصطلاح آزاد میشه، چه از طریق CIA آمریکا، چه از طریق سازمان‌های دیگه انگلیسی و اینها، و حتی کتابخونه‌های بزرگی که اینها دارن، از شما بپرسم. ولی بله، یه فرصت بیشتری لازم دارم. شما توی این مقاله خب بیشتر همون نقطه عطف و اینا رو، کودتای 1299، اگر لطف کنید بگید که کودتای 1299 چرا و چگونه به وجود آمد، چه هدف یا اهدافی داشت و آیا ربطی به اوضاع امروز ما و این رژیم آخوندی هم دارد؟ فکر کنم از این پرسش کاملتر و جامعتر دیگه پیدا نکنیم. ولی با کمال میل ببینیم، اگه بخوایم ببینیم چه جوری و چگونه و چه اهداف، باید اون اوضاع ایران 2 دهه یعنی 20 سال پیش از کودتا رو یه نگاه خیلی خیلی کپسولی بهش بکنیم. اگه اونو مجسم کنین، من فکر کنم این همه چی رو در اون نشون میده چه جوری بوده. نخست ضعف حکومت مرکزی، یعنی اصلا هیچ قدرتی به اون صورت نداشت. فساد گسترده دست اندرکاران حکومت و دربار، نفوذ همه جانبه آخوندا و مهمات مذهبی تو مملکت، نادانی و خرافات متن جامعه، و دخالت 2 ابرقدرت روس و انگلیس کشورمون رو دستخوش هرج و مرج و ناامنی مطلق کرده بود. در ضمنی که این پدیده برای مردم و کشور ما یه فاجعه بود، جالب اینجاست که خود 2 ابرقدرت
که باعث به وجود آمدن یک چنین اوضاعی بودن از ناامنی و هرج و مرج ایران به سطوح اومده بودن، به ویژه انگلستان. زیرا چرا؟ چپاول و بردن و خوردن ثروت‌های ملیمون و چپاول نفت به خاطر ناامنی با مشکلات و هزینه بیشتری روبرو شده بود. یعنی چپاول براشون کمی مشکل تر شده بود. روس و انگلیس برای حل مشکلشون با قرارداد 1907 سن پترزبورگ ایران رو بین خودشون تقسیم کرد. خوشبختانه بخت با مردم ایران یاری کرد و پیش از این که اینا بتونن این برنامه رو کامل پیاده کنن، ملت روس برای نجات خودش از فساد دربار و خودکامگی سلطنت به پا خواست، انقلاب کرد و امپراتور نیکولای دوم رو سرنگون کرد. شورای کمیسیونر ملی انقلاب، یعنی اون شورایی که الان اومده سر کار، چند تا مسئله در رابطه با ایران اعلام میکنه. میخوام اینو براتون بخونم، به نظر من خیلی جالب. اولین اعلامیش اینه که قشون روس بلا فاصله از ایران خارج میشود. دومیش اینه از کلیه امتیازها و مزایایی که تزاریز در ایران کسب کرده صرف نظر میکند. سوم، حتی قضاوت کنسولی که بهش میگفتیم کاپیتولاسیون را ملغا شده اعلام میدارد. این واقعا بی نظیره. یعنی ما دوتا گرگ گرسنه کشورمونو میچاپیدن و میخوردن، یکیشون خودشو میکشه کنار و با ما کنار میاد. یه چیز دیگر هم اعلام میکنه، یعنی برای اینکه ضربه زده باشه به انگلیس، ما تمام این میگه که ماهیت غارتگرانه سیاست امپریالیستی انگلیس در ایران را برملا میسازه. چجوری؟ تمام قراردادها و موافقتنامه‌های محرمانه‌ای که بین دولت تزاری و انگلستان مبتنا بر تقسیم ایران منعقد شده بود فاش و باطل اعلام میکنه. این یک حرکت واقعا ایران رو در اون موقع نجات داد از یکی از دوتا دشمن. ولی با غیبت روسیه تزاری از صحنه سیاست ایران، دولت انگلیس خودشو در رسیدن به اهدافش آزاد و یکتاز میبینه و پاسخش به این یکتاز بودن قرارداد 1919، قراردادیه که میخواد قدرت و ثروت رو در ایران در کنترل داشته باشه، که یه عده‌ای بهش میگن تحت الحمایگی ایران. زمانی که انگلستان، حالا این چجوری شد؟ این زمانیه که انگلستان برای قرارداد 1919 وثوق الدوله نخست وزیر ایران و دو تا وزرا رو خریده با رشوه که این قرارداد امضا کردن. مطبوعات کشورمون که هنوز از یک آزادی نسبی برخوردار بود، مفاد قرارداد رو باز و افشا میکنه و اینقدر مورد انزجار قرار میگیره، انزجار مردم، که حتی نوکرا و مزدورای انگلیس در مجلس جرأت نمیکردن در مورد این گفتگو کنن و رأی بدن. بنابراین این قرارداد راکت میمونه و به جایی راه پیدا نمیکنه. حالا کودتا چگونه شکل میگیره؟ لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیسه و کسیه که آرشیتکت قرارداد تحت الحمایگی ایرانه. بعد از اینکه وثوق الدوله‌ای که پول گرفته و شکست خورده، تصمیم میگیره ما برای اجرای برنامه‌مون نیاز به یک حکومت دیکتاتوری نظامی داریم. یعنی ما باید با یه شخص کار کنیم، نه با یه دولت. از این برای اینکه اینو به ثمر برسونه، جنرال آیرونساید رو مأمور اجرای این پروژه میکنه. آیرونساید میاد در
ایران و چندین ماه جستجو و گفتگو میکنه با با سفارت انگلیس در ایران، با کنسول، با روزنامه‌نگارا، با اشخاصی که برای انگلیس موضوع انگلیس بدن در ایران، و یه همکاری داشته به نام کلنر سمایت. به این نتیجه میرسن که دو تا کاندید دارن برای اجرای این کودتای انگلیس در ایران. یکیشون سید ضیا بوده، سید ضیا طباطبایی، که یه روزنامه نگار حقوق بگیر بوده، حقوق بگیر انگلیس در ایران. و نفر دوم که باش چیز آشنا بوده، اون کرنل سمایت باش آشنا بوده و به رضا به جنرال آیرون ساید معرفی میکنه. جنرال آیرون ساید چندین بار باش در یک هتلی در قزوین گفتگو میکنه و میپذیره که این کاندید خوبیه، برای اینکه میبینه یه آدم قلدر خشن بددهنه، میگه برای کار ما کاندید بسیار خوبیه. یه خود برمیگرده به گفتار جناب نیساری. و بنابراین سید ضیا و رضاخان میر پنج قذاب میشن مأمور اجرای کودتای 1299. ببینین، انگلیس با اجرای موفقیت آمیز این کودتا تمام اهداف و مقاصدش رو در ایران به دست یه حکومت ایرانی و به خرج ملت ایران انجام میده. انگلیس دو تا هدف مشخص داشت: نخست اجرای روح قرارداد 1919 و دوم تغییر و تمدید قرارداد نفت دارسی. رضا خان با آموزش های اولیه جنرال آیرون ساید و اون کرنل سمایت شروع به کار میکنه، چون خودش چیزی نمیدونست. سپس تحت نظر و آموزش هاورد، کنسول زیرک و فارسیدان انگلیس در تهران، و افسرهای ضد اطلاعات که تو سفارت کار میکردن، آروم آروم اینو زیر بال خودشون میگیرن و شروع میکنن بهش آموزش دادن و راهنمایی کردن. رضا خان طبق برنامه انگلیس از فرمانده قشون به وزارت جنگ، سردار سپه، به نخست وزیری و در نتیجه به تخت سلطنت گمارده میشه. من اینطور فکر میکنم که شما تو پرسشتون راجع به چهار تا چیز اشاره کردیم: کودتا چرا، چگونه، با چه اهدافی و چه ربطی داره به اوضاع امروز. ما در مورد سه قسمت این گفتگو کردیم و اما ببینیم که رابطهش با اوضاع امروز چیه. حقایق و واقعیت‌های رویدادها و ماجراهای دیروز میتونن مشعلی باشن برای روشن کردن مسیر که ما بتونیم راه و از چاه تشخیص بدیم. برای مثال از کودتای انگلیسی 1299، 100 سال پیش، باید بیاموزیم که میبینیم، من فکر کنم میاموزیم که کشورهای بیگانه تنها به دنبال منافع خودشون هستن. میاموزیم که حکومت وابسته در خدمت مردم نیست، جاده صاف کن چپاول ثروت‌های ملی و بندگی مردمه. میاموزیم که وجود قانون به تنهایی کافی نیست. ما در اون زمان قانون اساسی داشتیم. ارزش قانون در اجرای قانونه و در قانونمندیه. و بالاخره میاموزیم که امنیت، یعنی که میدونین که از این صحبت میکنن که رضا شاه کشور را امن کرد، امنیت بدون قانون امنیت مردم نیست. یعنی چرا؟ برای اینکه قانون تبدیل میشه به چماقی برای برقراری اطاعت، کاملا چیزی که در ایران پیاده شد. ما در اندیشکده بر این باور هستیم که میهندوستی بدون آگاهی و شناخت احساسات و شعاره. بر این باور هستیم که رهایی مردم و نجات ایران
در گروه برپایی حکومت مردم سالار ملی است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. آقای نیساری هم توضیح داد که چرا ایشون باور داره رضا قلدر، ولی از اون طرف هم بزدل. میگن قلدر با تکیه بر افسران و ارتش بیگانه در کوبیدن ایرانی ها، بزدل در برابر بیگانه ها. درست توضیحاتی که شما دادید و هر دو تایید میکنن حرفای دیگر رو. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم یه برنامه چیزی بذاریم در رابطه با اون اسنادی که گفتم، و برای من خیلی جالب بود که یکی از قوانینش این بوده که مثلا لباس عوض بشه، که حالا اگر افتخار میکنیم به ایرانی بودن چرا لباس عوض بشه، یک بعدم اول کلاه پهلوی، بعد میگه کلاه شاپو و کت شلوار، بعد قبل از این که کلاه به اندازه کافی در ایران باشه قانون میکنه که این باید به اصطلاح حتی مردم رو کتک میزدن. درست یادم افتاد که اینجا الان دارن صحبت میکنن که یه کارتای درست کنن برای واکسین و اینها به صورت شناسنامه، بعد طرف میگه خب اول باید همه واکسن بزنن، تازه خود شما میگید اجباری نیست، میگید اگه دلتون خواست. و خیلی به نظر میاد که حتی کشورهای پیشرفتن بعضی وقتا یه کارهایی میکنن که اشکالاتی هست، ولی حسن اینا اینه که اشکالاتشون رو هم میبینن هم میگن هم برطرف میکنن. من از شما ممنونم که این اشکالات رو شما پیدا میکنید، مینویسید تا ما هم یاد بگیریم. امیدوارم افرادی باشن که صادقانه اینها رو رفع و رجوع کنن و برطرف کنن. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. برای بیننده ها و همیهنانمون آخر هفته خوبی رو آرزو مندم. مرسی. ما هم برای شما بهترین آرزو میکنیم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و آخر هفته این میشه بگیم حسن ختام برنامه هاست و از ایشون تشکر میکنم. من مشخصات تماس با ایشون یا اندیشکده رو اینجا یه بار دیگه براتون نشون میدم و اگر مایل باشید میتونید مستقیما باهاشون تماس بگیرید. فیسبوک صفحه خودشون رو دارن، اندیشکده صفحه وبسایت داره، صفحه فیسبوک داره، و از هر نظر اگر شما بخواید تماس بگیرید اینها ریچبل هستن، یعنی دسترسی بهشون کار مشکلی نیست. از شما ممنونم که با ما بودید. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و با امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.